پرنسس ایراندخت قاجار، دختر بزرگ سلطان احمدشاه، آخرین پادشاه سلسله قاجار. روزی که به دنیا آمد تهران را چراغان کردند. شبی که از جهان رفت شهر غرق در تاریکی بود. آن روز ظهر وقتی وارد منزل شدم، همسرم بعد از سلام و قبل از احوال پرسی گفت امروز پرنسس ایراندخت تلفن کرد. گفتم خوش به حالت که دختر شاه به تو تلفن می کند. گفت کار داشت، می خواست مرا ببیند. گفتم می خواستی دعوتش کنی نهار بیاید اینجا؟ گفتم شما زحمت نکشید، خودم خدمت می رسم. گفتم خوب کردی، احترام کردن به بزرگان واجب است. گفت رفتم به خانهش، گفت که می خواهد برود اروپا. گفتم پس خوش به حال او. گفت تعریف کرد احمد شاه وصیت کرده بود وقتی کوچکترین فرزندش به 30 سالگی رسید همه بچه ها در ژنو جمع شوند و جواهراتش را که در یکی از بانک های سوئیس به امانت گذاشته بین خودشان تقسیم کنند. گفتم پس خوش به حال همه آنها که وقتی 30 سالشان شد تازه جمع می شوند جواهرات پدر را بین خودشان تقسیم کنند. گفت حرف بیخودی نزن. پرنسس خیلی ناراحت بود. 1 ساعت با من درد دل کرد. حرفش را قطع کردم. حتما از اینکه الماس دریای نور جزء جواهرات احمد شاه نیست ناراحت بود. گفت صحبت از این حرفا نیست. می گفت حتی پولی که بتواند با آن بلیط هواپیما بخرد و به سوئیس برود ندارد. گفتم خوب است قصه ها همه در این حد باشد. تهران پر است از شاهزاده های قاجار. خیلی هاشان وکیل، وزیر، سناتور، سپهبد، مالک و کارخانه‌دار و خلاصه صاحب مقام و ثروت هستند. دختر احمد شاه هم از نظر سلسله مراتب سلطنتی به عنوان دختر بزرگ آخرین پادشاه قاجار از همه بالاتر است. لب تر کند خیلی شازده ها با میل و افتخار خرج سفرش را تأمین می کنند. گفت من هم همین را به او گفتم، اما تو که پرنسس را می شناسی، چقدر غرور دارد. گفت مرا بکشند از خانواده پدری کمک قبول نمی کنم. گفتم پس از کی توقع کمک دارد؟ از خانواده مادری؟ آنها هم که از شاهزاده های قاجار هستند. زنم گفت به هر حال او با خیلی عذرخواهی و خجالت به من گفت 1-2 روزه 5,000 تومان برایش تهیه کنم تا بلیط هواپیما بخرد، در روز تقسیم جواهرات در سوئیس باشد. 5,000 تومان در آن سالهای اواخر دهه 30 خورشیدی پول کمی نبود، ولی خیلی هم زیاد نبود، اما از بخت بد یکی از آن دوره های متعددی بود که من به عنوان روزنامه نویس گرفتار بی پولی بودم و کشور هم به لطف نبوغ رجال اقتصاددانش دچار یکی از آن کمپولی های مزمن و دائمی تاریخ خود شده بود. لذا تهیه آن پول آن هم با این سرعت برایم دشوار بود. زنم در حالی که غذا را آماده می کرد گفت باید هر طور هست این پول را امروز تا فردا برایش تهیه کنیم. خیلی زشت است. دختر شاه بعد از قرنی از ما چیزی بخواهد و ما به او جواب رد بده. حرفی نزدم، اما در دل در اندیشه پیدا کردن راه حل بودم. خوردن غذا در سکوت سپری می شد که ناگهان فکری به خاطرم رسید. گفتم ببین، شرکت های هواپیمایی هر سال بابت آگهی های هواپیماهای مسافربری تعدادی بلیط به مجله می دهند. در آن زمان در مورد این آگهی ها سنت شده بود نصف بهای آگهی را پول نقد بدهند و نیمه دیگر را بلیط هواپیما می دادند که ما استفاده می کردیم، مازادش را هم می فروختیم. من از این بابت مقداری بلیط طلب دارم. می ترسم تا فردا نتوانیم پول تهیه کنیم. به ایراندخت تلفن کن، جریان را بگو. اگر موافقت کرد من همین امروز ترتیب کار را می دهم که یک بلیط رفت و برگشت به سوئیس یا هر جای دیگر که بخواهد به نامش صادر کنم. همسرم گفت من که خجالت می کشم اینها را به پرنسس بگویم. او از من پول خواست، من جواب بدهم که شوهرم بلیط می دهد. می خواهی خودت تلفن کن.
شماره تلفن ایراندخ را گرفتم. خودش گوشی را برداشت. بعد از سلام و معرفی خودم گفتم مجله مقداری بلیت شرکت‌های معتبر هواپیمایی را دارد. اگر موافق باشید همین امروز ترتیب کار را می‌دهم که یک بلیت به نامتان صادر شود. ایراندخ با وجود اقامت طولانی از کودکی در فرنگ با فارسی سلیس و شمرده حرف می‌زد. به صورتی مؤدبانه که شایسته یک شاهزاده خانم بود از اینکه دنبال کارش هستم تشکر کرد. گفت ممکن است بپرسم بلیت کدام شرکت ها را دارید؟ جواب دادم هواپیمایی ملی ایران هما، شرکت مسافربری پاکستانی PIA و پان آمریکن. شرکت پاکستانی را رد کرد. روی هواپیمایی ایران و پان آمریکن کمی مکث کرد. در آن زمان پان آمریکن هواپیماهای جمبو جت را تازه وارد خدمت کرده بود. گفت اگر برای شما اشکالی نداشته باشد یک بلیت فرست کلاس تهران ژنو، ژنو پاریس، پاریس ژنو، ژنو تهران برای من بگیرید. از طرف من از خانم هم خیلی تشکر کنید. موافقت خودم را اعلام کردم. رو به زنم کردم، گفتم دیدی مسئله چقدر راحت حل شد؟ 2 ساعت دیگر بلیت ها حاضر است. ضمناً ایراندخت از تو هم خیلی تشکر کرد. مشغول خوردن غذا شدم که ناگهان چیزی به نظرم به خاطرم رسید. کمپانی های هواپیمایی مسافربری برای آنکه در معامله بلیت به جای پول در مورد آگهی ها که به صرف آنها بود از سوی سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا مورد اعتراض قرار نگیرند، در قراردادهای خود با جراید ماده‌ای را می‌گنجاندند که این بلیت‌ها برای استفاده کادر مطبوعاتی داده می‌شود. بنابراین ما در مورد هر بلیت می‌بایست تأیید کنیم که مسافر مورد نظر خبرنگار یا کارمند مجله است. جریان را برای همسرم شرح دادم. ناراحت شد. گفت دیدی چقدر بد شد؟ گفتم هیچ هم بد نشد. فقط من باید ایراندخت را به عنوان خبرنگار مجله به شرکت پان آمریکن معرفی کنم. البته برای این کار باید قبلا یک کارت خبرنگاری به نام او صادر کنیم. همسرم گفت یعنی میگویی پرنسس ایراندخت قاجار، دختر سلطان احمد شاه قاجار باید بشود خبرنگار مجله سپید و سیاه؟ گفتم چه عیبی دارد؟ تعدادی از خبرنگاران مطبوعات اروپا پسر یا دختر پادشاهان اروپایی هستند که پدرشان در جریان جنگ جهانی دوم از سلطنت خلع شدند. چندی قبل در یکی از جراید درباره یک خبرنگار زن خوانده بودم که پدرش قبلا پادشاه رومانی یا بلغارستان یا یوگسلاوی یا آلمانی یا هیچ کدام از این ها یک کشور دیگر بود. پیشنهاد کردم این بار به ایراندخت تلفن کند و او را در جریان بگذارد. قبول نکرد. می گفت این کار زشت است. ناچار خودم دوباره شماره تلفن ایراندخت را گرفتم. دوباره سلام و احوال پرسی کردم و گفتم خانم خیلی می بخشید که دوباره مزاحم شما شدم. یک موضوع کوچک بود که می خواستم خدمتتان عرض کنم. و جریان شرط پان آمریکن را برای شرح دادم و از او خواستم 2 قطعه عکس و 1 رونوشت شناسنامه حاضر کند. من کسی را میفرستم خانه ایشان تا آنها را بگیرد تا ما بتوانیم کارت خبرنگاری به نامشان صادر کنیم. میخواستم از او عذرخواهی کنم که ناچارم این کار را بکنم که صدای بلند و آمیخته با ذوق و شوق او به گوشم رسید. به فرانسه گفت آه من عاشق این کار هستم. و به فارسی ادامه داد من از بچگی خبرنگاری را دوست داشتم. و مقداری از این حرف ها. به این ترتیب مشکل دوم هم حل شد و دختر بزرگ سلطان احمد شاه قاجار به عنوان خبرنگاری مجله سپید و سیاه را پیدا کرد. 3-4 ساعت بعد یک پاکت زیبای مخصوص کمپانی پان آمریکن محتوی بلیت های رفت و برگشت ایران اروپا و یک پاکت با آرم مجله سپید و سیاه محتوی کارت خبرنگاری خانم ایران دخت قاجار مزین به عکس 6x4 او به خانهش رسانده شد. احتمالاً این سوال پیش خواهد آمد که چرا ایراندخت قاجار با داشتن آن همه خیشاوند پدری و مادری از شاهزاده های قاجار از من که به اصطلاح ناصرالدین شاه یا
جز نوکرها بودم؟ پانویس: از نظر ناصرالدین شاه مردم ایران دو گروه بودند، شاهزاده و نوکر. ادامه من: بلیت هواپیما خواست. شرح ماجرا به طور خلاصه از این قرار است. ایران دخت قاجار دختر بدرالملوک والا بود. بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان بود. بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان بود. شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان از همسر 11 فرزند داشت. 7 دختر و 4 پسر. 1. بدرالملوک والا همسر اول احمدشاه. 2. شاهزاده محمود میرزا والا، او در زمان احمدشاه درجه سرهنگی داشت. با او به خارج از کشور رفت، تا آخر عمر در کنار احمدشاه به سر برد. پس از بازگشت به ایران با تنی چند کتابخانه ابن سینا را که بزرگترین کتابخانه آن زمان در تهران بود تأسیس کرد. 3. مرحومه خانم اخترالسلطنه یحیاپور. 4. شادروان عزت الله والا، دبیر ریاضیات، مؤلف کتاب جبر والا، زمانی مدیر کل وزارت فرهنگ. 5. مرحومه خانم نصرت والا، فرح‌السلطنه، همسر شادروان سرتیپ حسن علی میرزا جلالی قاجار، پسر شاهزاده ظفرالسلطنه، وزیر جنگ مظفرالدین شاه. 6. خانم شوکت الملوک والا، همسر شادروان محسن سپهداریان. 7. خانم کوکب الملوک قفاری، همسر شادروان عیسی بهزادی، عموی من و مادر همسرم بهیندخت بهزادی. 8. شادروان مهندس عبدالله والا، صاحب امتیاز مجله تهران مصور و مدیر تئاتر تهران. 9. خانم فخرالملوک والا، سمیله پارسیپور، همسر شادروان علی پارسیپور، قاضی عالی رتبه دادگستری، بعدها وکیل دادگستری. اضافه از من: مادر خانم شهرنوش پارسیپور. ادامه من: 10. شادروان دکتر فتح‌الله والا، دکتر در ادبیات و تئاتر و استاد دانشگاه. 11. لعبت والا، شاعر مشهور. به این ترتیب همسرم دختر خاله ایران دخت بود. ایران دخت زنی تحصیل کرده و اهل مطالعه بود. به مجله سپید و سیاه علاقمند بود. از اینها گذشته با همسرم مراوده و معاشرت داشت. به این سبب در آن سال برای تهیه بلیط به ما مراجعه کرد. علت گله ایران دخت از خانواده پدری آن بود که عقیده داشت خانواده قاجار با آن ثروت و مقام، خدم و حشم، جلال و کمال، اگر به حمایت از پدرش برمی‌خواستند می‌توانستند سلطنت او را حفظ کنند. اما نه تنها چنین نکردند، بلکه همان زمان با سردار سپه ساختند و از نظر سیاست داخلی و خارجی بسیاری از شاهزادگان درجه یک قاجار از مهمترین عاملان پادشاهی رضا شاه بودند و پس از رسیدن او به سلطنت و در زمان پسرش محمد رضا شاه هم وکیل و وزیر و امیر و استاندار و سناتور و کارخانه‌دار و سرمایه‌دار شدند. در ضمن ایران دخت از یکی از نزدیکان رضا شاه شنیده بود که در مورد روشی که خاندان قاجار در مورد تغییر سلطنت پیش گرفتند گفته بود: اگر مردان قاجار در آن زمان شلیته همسرانشان را می فروختند و خرج مبارزه با من می کردند، محال بود بتوانم احمد شاه را عزل کنم و خودم پادشاه بشوم. رضا شاه درباره خاندان قاجار از این حرف ها زیاد داشت. سفر ایران دخت 2-3 سالی به طول انجامید. یک روز که در سال 1339 به خانه آمدم، همسرم گفت: پرنسس ایران دخت از اروپا برگشته، امروز به من تلفن کرد، قرار شد فردا به دیدنش بروم. روز بعد رفت. وقتی برگشت یک چک 5000 تومانی به من داد. این را پرنسس داد بابت بلیط هواپیما که به او داده بودی. من ماجرای بلیط را فراموش کرده بودم. در ضمن پول بلیط اینقدر نمی‌شد. احتمالاً ایران دخت مبلغ اضافی را بابت دیرکرد حساب کرده بود. گفتم: چرا چک را گرفتی؟ کاش قبول نمی‌کردی. گفت: خیلی اصرار کردم ولی او پافشاری کرد. دیدم اگر قبول نکنم ناراحت می‌شود.
اعتراف میکنم روزی که بلیط را میدادم اصلا انتظار نداشتم پولش را بگیرم، ولی حالا که داده بود نمیشد دستش را رد کرد، غرورش جریحه‌دار میشد. آنطور که شنیدم جواهرات احمد شاه آنقدرها گرانبها نبود، اما روزی که از سلطنت عزل شد درباره آن شایعه ها ساختند، گفتند همه جواهرات سلطنتی نادرشاهی را با خودش برده، همانطور که درباره پدرش محمد علی شاه گفته بودند و درباره سلفش رضا شاه بعد از استعفا در شهریور 1320 گفتند و سالها بعد درباره محمد رضا شاه گفتند. وقتی بین فرزندانش تقسیم شد به هر یک مختصری رسید، ولی هرچه بود ایراندخت توانست مدتی دیگر با فروش آنها زندگی کند. از جمله در خانواده شنیدم که نیمتاج ملکه جهان مادر احمد شاه و همسر محمد علی شاه به ایراندخت رسید. از ازدواج احمد شاه تا تولد ایراندخت. احمد شاه کارهایش را زود شروع کرد، زود هم به پایان بود. در 10 سالگی به ولیعهدی رسید، 13 ساله پادشاه شد، 17 ساله ازدواج کرد، تاجگذاری او در 18 سالگی صورت گرفت، 29 ساله از سلطنت خلع شد، 33 ساله درگذشت. هنوز 2-3 سال از سلطنت او نگذشته بود که مادرش ملک جهان و سایر بانوان دربار نگران از تنهایی شاه نوجوان در صدد انتخاب همسری برای او برآمدند. ابتدا تصمیم گرفتند برای او صیغه بگیرند، ولی برای آنکه ماجرای مسعود میرزا ذوالسلطان و مظفرالدین شاه و همچنین اعتزاز السلطنه برادر بزرگ احمد شاه و خود او تکرار نشود و از همسر صیغه که معمولاً از دخترانی به غیر از خانواده سلطنتی و شاهزاده ها انتخاب میشد پسری به دنیا نیاید که در مورد ولیعهدی ایجاد اشکال کند، در صدد برآمدند برای او همسری از شاهزاده ها انتخاب کنند تا اگر پسری به دنیا آمد ولیعهد شود. ولی تمایل احمد شاه را در مورد همسر وقتی تمایل احمد شاه را در مورد همسر آیندهش پرسیدند، او گفت سفید، ظریف، محترم. چند دختر به شاه جوان نشان داده شد. او بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان را پسندید. بدرالملوک در آن زمان در مدرسه خانم شرافت الدوله دختر جلال الدین میرزا قاجار که اولین مدرسه دخترانه ایران را تأسیس کرده بود درس می‌خواند. به گفته بانوان خانواده بدرالملوک دختری باریک اندام، زیبا و سفید روی بود و به دختران اروپایی شباهت داشت. اول ملکه جهان همسر محمد علی شاه و مادر احمد شاه دختر را دید و او را به اتفاق 2 دختر دیگر پسندید. قرار شد احمد شاه از آن 3 دختر یکی را انتخاب کند. احمد شاه برای دیدن او خود به مدرسه دخترانه رفت. او هم دید و پسندید و موافقت خود را با ازدواج اعلام کرد. او 1 سال بزرگتر از احمد شاه بود، ولی خانواده شاه این را امتیازی برای او دانستند که خواهد توانست شاه 17 ساله را به اصطلاح ضبط و ربط کند. ازدواج احمد شاه و بدرالملوک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1292 خورشیدی انجام گرفت. در این باره در صفحه 96 کتاب روز شمار تاریخ ایران تألیف دکتر باقر عاقلی چنین آمده است: 7 اردیبهشت ماه 1292 شمسی، امروز به مناسبت عقد کنان سلطان احمد شاه با دختر یکی از سران قاجاریه جشن باشکوهی در کاخ نیاوران انجام گرفت. عده زیادی از وزرا و مقامات در این جشن شرکت جستند. وزیر مختار انگلیس 1 سرویس چایخوری طلا و 2 رأس اسب عربی به شاه هدیه کرد. به جز سفیر انگلیس، عده‌ای از سفیران خارجی و رجال و اشراف ایرانی نیز هدایای با ارزشی به شاه تقدیم کرده بودند.
خانم سمیله پارسیپور در سال 1358 درباره خواهر خود خانم بدرالملوک والا شرحی در مجله سپید و سیاه نوشت. از جمله در این یادداشت‌ها آمده که احمد شاه نوجوان به همسرش علاقه زیادی داشت. اغلب او را به تالار آینه قصر سلطنتی می برد و با انعکاس تصویر او در آینه ها می گفت: من در اینجا من فقط یک بدری ندارم، بلکه هزار بدری دارم. زندگی گرم و شاد این زوج جوان را دو سال بعد تولد یک دختر که احمد شاه به خاطر وطنش ایران اسم او را ایران دخت گذاشت تکمیل کرد. در روز تولد این نوزاد تهران چراغانی شد. علت این جشن و سرور آن بود که احمد شاه برخلاف پدرش محمد علی شاه که به خاطر خلق و خوی استبدادی از سلطنت خلع شده بود فوق‌العاده دموکرات منش بود. در امور مملکت دخالت نمی کرد. این روش باعث شده بود رجال آن زمان که از طرفداران مشروطه و دموکراسی بودند برای او احترام زیادی قائل شوند و مردم نیز به پیروی از رجال خوشنام و احمد شاه علاقه نشان می دادند. با وجود عشقی که احمد شاه نسبت به بدرالملوک داشت، یک واقعه باعث شد بین آنها کدورت به وجود بیاید. یک روز احمد شاه نزد همسرش به اندرون رفتید بدرالملوک عکس پدر خودش شاهزاده حسین میرزا ظهیرالسلطان را بالاتر از عکس پدر او محمد علی شاه به دیوار زده. به نظر بدرالملوک ارزش و مقام پدرش از محمد علی شاه که از سلطنت خلع شده بود و مردم و مطبوعات از او بدگویی می کردند بالاتر بود. بین زن و شوهر جوان بر سر بالا پایین بودن عکس درگیری به وجود آمد. پس از این کدورت بود که احمد شاه با شاهزاده خانمی به نام خانم‌ها ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد و نام او را همایون دخت گذاشت. در مورد فرزندان احمد شاه باید گفت که احمد شاه به غیر از ایران دخت و همایون دخت صاحب فرزندان دیگری هم شد که در آخرین سفر به اروپا همه را با خود برد. از فرزندان احمد شاه یکی دختری به نام مریم بود که بعدها به همسری یک کنت ایتالیایی درآمد. دیگری پسری به نام فریدون میرزا بود که بعد از مرگ پدر مقیم سوئیس شد، با دختری سوئیسی ازدواج کرد. فرزندانش اکنون در سوئیس زندگی می کنند. فریدون میرزا چند سال قبل درگذشت. احمد شاه صاحب یک همسر دیگر هم شد که شرح آن جالب است. به طوری که از خاطرات اعتماد سلطنه و منابع دیگر آمده، ناصرالدین شاه دارای دلاغ‌های حمام کارکشته‌ای بود که تخصص در مشت و مال دادن داشتند. شاه قاجار در سفر و حضر آنها را می‌برد، اما به روایت افراد خانواده احمد شاه جوان کم سن و سال بود. به این سبب مادرش برای او یک دلاغ زن انتخاب کرد، ولی برای آنکه محرم باشد او را برای پسرش صیغه کرد. چندی بعد احمد شاه از این زن که فاطمه نام داشت صاحب یک فرزند شد. بدرالملوک را من در اواخر عمرش زیاد می دیدم. او در آستانه 80 سالگی همچنان زیبا و به اصطلاح زنهای خانواده به سپیدی برف و به لطافت یاس بود. از ویژگی های بدرالملوک وسواس شدید او بود. نمی دانم او وسواس را از همسرش احمد شاه گرفت یا احمد شاه از طریق او وسواسی شد. گرچه شایع بود وسواس احمد شاه مصلحتی، طرفداران او می گفتند وسواس را بهانه قرار داده تا قرارداد 1919 وثوق الدوله را با انگلیسی ها امضا نکند. این سخن منطقی به نظر نمی رسد. انگلیسی ها که استادان سیاست زمان بودند و هنوز هم هستند، می دانستند کسی که همه کارهای خود را با دستهایش انجام می دهد می تواند قلم ضد عفونی شده ای را به دست بگیرد و یک امضا به زیر یک کاغذ بیاندازد یا دست کم از دستکش استفاده کند، کاری که همسرش بدرالملوک در سالهای آخر عمر می کرد.
قرارداد 1919 در آن زمان احتیاجی به امضای احمد شاه نداشت. طبق مواد قرارداد میبایست آن را اول مجلس شورای ملی تصویب کند، بعد طبق قانون اساسی شاه توشیح کند. مجلس شورای ملی هرگز این قرارداد را تصویب نکرد. اما از حق نباید گذشت احمد شاه با آنکه در میهمانی مجلل لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس در لندن از قرارداد تعریف کرد، به خاطر رعایت افکار عمومی ایران موافقت زیادی نسبت به این قرارداد از خود نشان نمیداد. بعضی از مورخین معاصر علت خلع او را از سلطنت همین موضوع میدانند. ادامه متن. در سالهای آخر عمر بدرالملوک گاهی که به دیدارش میرفتیم میدیدم در حالی که به سبب بیماری در بستر خوابیده، در رخت خواب دست کش به دست میکرد تا با کسی دست ندهد یا دستهایش در اثر تماس با اشیای کثیف، در نظر او همه چیز کثیف بود، آلوده نشود. او در وسواس آنقدر جدی بود که به هیچ کس اجازه نمیداد به نظافت اتاقش بپردازد. میترسید آلودگی‌های او اتاق را آلوده کند. به همین علت اتاقش همیشه کثیف، خاک‌آلود، آشفته و درهم بود. دیگر از چیزهایی که از این خانم به یاد دارم آن است که بدرالملوک با آنکه خود شاهزاده بود، در مورد دخترش سلسله مراتب دربارهای سلطنتی را به طور دقیق رعایت می‌کرد. در معاشرت‌های خانوادگی همیشه دخترش ایران دخت را به سبب آنکه فرزند بلافصل پادشاه بود جلو می‌انداخت و خود با آنکه نواده فتحعلی شاه و عباس میرزا و همسر احمد شاه بود، چه به هنگام آمدن و چه موقع رفتن پشت سر او حرکت می‌کرد. بالاترین محل را در مجلس به او واگذار می‌کرد. خودش در کنار او می‌نشست. هر وقت ایران دخت به عنوان تواضع مقابل کسی بلند می‌شد که این امر به ندرت صورت می‌گرفت، او به احترام دختر پادشاه، نه دختر خودش و یا میهمان تازه وارد، از جا بر می‌خاست. جواب سوالات او را با احترام می‌داد. آماده هر نوع خدمت بود. ایران دخت همه اینها را به صورت یک امر طبیعی می‌پذیرفت. بدرالملوک در اواخر عمر در کیان هتل زندگی می‌کرد. او در 23 خرداد سال 1358 درگذشت. آن هم بعد از آن که شاهد انقلابی عظیم شد که خاندان پهلوی را که اولین پادشاهش آخرین پادشاه سلسله قاجار را از سلطنت خلع کرده بود از کشور تاران. زندگی نامه ایران دخت از کودکی تا آغاز جوانی. ایران دخت در سال 1295 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او تا 6 سالگی در ایران بود. در کاخ سلطنتی فرح‌آباد زندگی می‌کرد. احمد شاه در آخرین سفر خود به اروپا، چهارمین سفر او که بازگشت نداشت، فرزندانش ایران دخت، همایون دخت، مریم و فریدون میرزا را با خود به اروپا برد. احمد شاه ایران دخت و توران دخت را که بزرگتر بودند در پانسیون مذهبی جوزئیت ها در محله سن کلو در پاریس گذاشت. علت انتخاب این پانسیون آن بود که مدارس مذهبی فرانسه در مورد اخلاق و رفتار دانش آموزان سختگیر بودند. احمد شاه هم همین طور می‌خواست. ایران دخت در این مدرسه زبان فرانسوی و انگلیسی و پیانو را فرا گرفت و بعداً آنها را در سوئیس تکمیل کرد. در ضمن هر دو خواهر به وسیله معلم‌های خصوصی ایرانی زبان فارسی و همچنین خواندن قرآن و شرعیات را فرا گرفتند. ایران دخت چون دوران کودکی را در ایران گذرانده بود، فارسی را سلیس و بدون لهجه صحبت می‌کرد و نیز یک زن معتقد و مذهبی بود. در فرانسه به آنها پرنسس می‌گفتند. این اسم تا آخر روی ایران دخت ماند. در بازگشت به ایران خیشان و آشنایان او را با عنوان پرنسس مخاطب قرار می‌دادند. بعضی از افراد خانواده برای اینکه احترام بیشتری بگذارند او را خانم پرنسس می‌نامیدند و بعضی حتی به او خانم پرنسس خانم می‌گفتند. تا 9 سالگی ایران دخت احمد شاه هنوز پادشاه ایران بود، اما
در نهم آبان 1304 خورشیدی مجلس چهارم انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد و حکومت موقتی را به رضاخان سردار سپه واگذار کرد و تکلیف قطعی را به عهده مجلس مؤسسان گذاشت. ایراندخت تا 3 سال بعد از آن تاریخ که احمد شاه در پاریس درگذشت در همان پانسیون محله سنتلو بود، اما پس از مرگ پدر از فرانسه به سوئیس فرستاده شد تا تحصیلات خود را در آنجا ادامه دهد. ملاقات ایراندخت و ولیعهد در سوئیس. یک روز ایراندخت که در آن زمان دختر جوانی شده بود، به اتفاق مادرش خانم بدرالملوک در یکی از هتل‌های کوهستانی سوئیس که مسافران آن بیشتر برای بازی اسکی یا تماشای برف و اسکیبازها به آنجا آمده بودند، مشغول صرف غذا بود. در آنجا بود که محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران که به اتفاق دکتر علی اصغر نفیسی مؤدب الدوله پیشکارش مشغول صرف غذا بود، او را دید. مشاهده یک دختر جوان با چشمهای بسیار درشت، بسیار سیاه و بسیار زیبا که با وجود ظاهر فرنگی خود به ایرانیان شباهت داشت و موهایش مطابق مد روز گارسون زده بود، توجه او را جلب کرد. از دکتر نفیسی خواست سوال کند که او کیست. دکتر مؤدب نفیسی که از شخصیت‌های برجسته فرهنگی کشور بود و به دستور رضا شاه در مورد کارهای ولیعهد بسیار سخت گیری می‌کرد، با تقاضای ولیعهد مخالفت کرد، اما ظاهراً اشتیاق ولیعهد بیش از آن بود که تسلیم شود. پافشاری کرد. دکتر نفیسی که متوجه احساس ولیعهد جوان شده بود، به وسیله عوامل خود پرسجو کرد و دانست این دختر جوان و زیبا که دل از ولیعهد رو بوده، دختر احمد شاه قاجار است. به ولیعهد پیشنهاد کرد زودتر از آنجا بروند، چون می دانست این احساس اگر هم عشق باشد بد عاقبت است. ولیعهد قبول نکرد. با اجازه دکتر نفیسی یا بی اجازه او از جا برخاست، سر میز ایراندخت و مادرش رفت. ضمن معرفی خود خواست با آنها آشنا شود. ایراندخت که تربیت فرنگی داشت این پیشنهاد را طبیعی تلقی کرد. با وجود چشم قره مادرش که تحمل حضور ولیعهد رضا شاه را نداشت، از او دعوت به نشستن کرد. به این ترتیب آن روز کار آن دو به آشنایی انجامید. غذا را با هم صرف کردند، اما برخلاف تصور دکتر نفیسی که ولیعهد را از این کار باز می داشت، آشنایی به دیدارهای مرتب و آنگاه به عشق انجامی. یکی از آن عشقهای ممنوعه که معمولاً عاقبت خوشی نمیتوانند داشته باشند. بعد از آن روز دیدار آنها چندین بار در سوئیس تکرار شد. ولیعهد اغلب روزها از پانسیون غیب میشد و برای دیدن دختر زیبای شاه قاجار به میادگاه میرفت و به نصیحتهای دکتر نفیسی و دیگران اعتنا نمیکرد. اما چون به دستور شاه عازم ایران بود، از ایراندخت خواست که به ایران بیاید، به طوری که در خانواده ایراندخت گفته می شد ولیعهد وقتی به ایران آمد نامه‌ای برای ایراندخت نوشت و از او رسما دعوت کرد. ایراندخت در سال 1316 به همراه خواهرش توراندخت به ایران آمد. آنچه در صفحات آینده درباره این سفر و دیدار ایراندخت با رضا شاه، ولیعهد، ملکه پهلوی و شمس و اشرف پهلوی نوشته می شود، از 3 روایت مختلف است که با هم کمی تفاوت دارند، اما نتیجه در هر 3 یکی. روایت اول را از آقای کاف شنیدم که با دربار پهلوی رابطه نزدیک داشت. او می گفت رضا شاه پس از بازگشت ولیعهد از سوئیس در فکر آن بود برایش همسری انتخاب کند، اما ولیعهد جرأت نمی کرد ماجرای عشق خود را به دختر احمد شاه نزد پدرش فاش سازد. اما وقتی ایراندخت و همایوندخت به ایران آمدند، مادرش ملکه تاج الملوک را راضی کرد آنها را در کاخ سلطنتی بپذیرد. ملاقات صورت گرفت و ملکه دخترها را پسندید، اما بیش از همه شمس پهلوی و اشرف پهلوی شیفته تربیت
آدابدانی و هنرمندی ایران دخت به ویژه استادیش در نواختن پیانو شدند. هرچه بود او متعلق به یک خانواده سلطنتی 150 ساله بود، در حالی که از سلطنت پهلوی فقط 12 سال می گذشت. از این رو دو خواهر تصمیم گرفتند اول با راضی کردن مادر و بعد با کمک مادر آرزوی برادر را برآورده سازند. اما در این راه سه مشکل وجود داشت. اولا ایراندخت دختر احمدشاه بود که رضا شاه او را از سلطنت خلع کرده بود. ثانیا ایراندخت 2 سال از ولیعهد بزرگتر بود و بالاخره مهمتر از همه سومین مشکل این بود و بالاخره مهمتر از همه سومین مشکل بود و آن اینکه هیچ کس جرأت نداشت چون این موضوع مهمی را با رضا شاه در میان بگذارد. شمس و اشرف پهلوی با توجه به علاقه برادر تصمیم گرفتند بدون مطرح کردن اصل مسئله با کمک مادر که در رضا شاه نفوذ داشت او را راضی کنند که اقلن یک بار حاضر شود دخترها را ببیند. در فرصتی مناسب آنقدر از کمالات و زیبایی آن دو دختر تعریف کردند که سرانجام رضا شاه راضی شد فقط یک بار آنها را بپذیرد. رضا شاه هم مثل سایر افراد خانواده در همان ملاقات اول مجذوب تربیت و آدابدانی ایراندخت و توراندخت شد. این دو دختر چنان بودند که گویی از دنیای دیگر آمده باشند. هیچ شباهتی با دخترانی که رضا شاه تا آن زمان دیده بود نداشتند. رضا شاه خیلی زود هدف همسر و دخترانش را از ترتیب دادن این ملاقات فهمید. او 9 سال بعد از مرگ احمدشاه و 12 سال بعد از رسیدن به سلطنت آنقدر مقتدر شده بود که ترسی از خانواده قاجار نداشته باشد. روز بعد وزیر دادگستری را احضار کرد. از او خواست تحقیق کند ببیند راه حلی وجود دارد که بتوان دختر احمد شاه را به عقد ولیعهد درآورد. رضا شاه شنیده بود بسیاری از شاهان که سلسله ای را مغلوب می کنند بعد از مدتی از روی سیاست با آن خانواده وصلت می کنند. خود او هم بعد از رسیدن به سلطنت با 2 زن از خانواده قاجار ازدواج کرده. وزیر دادگستری جواب شاه را همان روز آماده داشت. معاذا جرأت نکرد درباره موضوعی که می‌دانست توجه شاه را جلب کرده پاسخ منفی بدهد. 2 روز از شاه فرصت خواست تا در این باره مشورت کند. او می‌دانست در تفسیر اصولی از متمم قانون اساسی که در مورد خلع قاجاریه به وسیله مجلس مؤسسان به تصویب رسیده بود، تصریح شده بود که مادر ولیعهد آینده نباید از خانواده قاجار باشد. وزیر دادگستری بعد از 2 روز به عرض رساند که اصول قانون اساسی را نمیتوان با قوانین عادی تغییر داد و این کار فقط با تشکیل یک مجلس مؤسسان دیگر امکان پذیر است. در اینجا بیمورد نمیداند این نکته را یادآوری کند که درست چند ماه بعد از آن گفتگو چون رضا شاه تصمیم گرفته بود فوزیه خواهر ملک فاروق خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد بگیرد، مجلس شورای ملی اصل 37 متمم قانون اساسی را اینطور تفسیر کرد: منظور از ایرانی الاصل بودن ملکه که در متمم قانون اساسی تصریح شده بود آن است که مجلس شورای ملی صفت ایرانی الاصل بودن را به او عطا کند و مجلس شورای ملی هم صفت ایرانی الاصل بودن را به فوزیه عطا کرد و او شد ملکه خانواده سلطنتی پهلوی. اگر رضا شاه به این کار اشتیاق زیاد داشت می توانست دستور بدهد مجلس اصل و نسب قاجار را هم از ایراندخت بگیرد. شاید رضا شاه فقط 2 روز در این باره نظر موافق پیدا کرد و بعد منصرف شد. اما رضا شاه اگر راضی به ازدواج ایراندخت با ولیعهد نشد، در عوض پس از دیدن دختران احمدشاه نسبت به سرنوشت آنها علاقه پیدا کرد. تصمیم گرفت برای آنها شوهران مناسب پیدا کند. به دستور او پس از مدتی جستجو حبیب پناهی پسر جعفر پناهی را
از مالکان بزرگ آذربایجان که چند دوره هم نماینده مجلس بود که از نظر سنی با همایون دخت مناسب بود برای همسری او انتخاب کرد، چون او در آن زمان بیکار بود و رضا شاه نمی‌پذیرفت که همسر دختر یک شاه بیکار باشد، دستور داد که در دوره‌های آینده او را به نمایندگی مجلس انتخاب کنند. بعد از تعیین تکلیف همایون دخت، ماموران رضا شاه در صدد یافتن همسری مناسب برای ایران دخت برآمدند، اما شنیدند او با جوانی به نام دکتر عباس فاروقی در پاریس آشنا شده و اکنون که این جوان به تهران آمده قصد دارد با او ازدواج کند. رضا شاه دستور داد در مورد این جوان که در آن زمان عنوان دکتری داشت تحقیق شود. تحصیلات و شخصیت او مورد موافقت قرار گرفت، فقط به عرض رسید که از مال دنیا چیزی ندارد. رضا شاه که جوانی سختی را گذرانده بود و می‌دانست که زن و فرزند هم در سختی وضع مالی پدر و شوهر شریک خواهند بود، دستور داد جلوی ازدواج آنها گرفته شود. آنها غافل از این فرمان به هر محضر مراجعه کردند، از عقد آنها خودداری نمودند. ماموران سرپاس مختاری رئیس شهربانی مقتدر وقت قبلا دستور شاه را ابلاغ کرده بودند. دو جوان تصمیم گرفتند به عراق بروند و در آنجا در کنار قبر پدر عروس ازدواج کنند. اما نفوذ شاه و رئیس شهربانی ایران تا آنجا هم ادامه داشت، پس مانع ازدواج آنها شدند. ناچار به پاریس رفتند و در آنجا توانستند ازدواج کنند. شنیدم دکتر فاروقی همان زمان مقاله های تندی در یکی از روزنامه های پاریس نوشت که در ایران حتی ازدواج افراد نیز باید با موافقت شاه و شهربانی انجام گیرد. بعد از این مقاله او تا شهریور ماه سال 1320 که رضا شاه در مسند سلطنت نشسته بود نمی توانست به ایران برگرد. اما در مورد همایون دخت، او چون همسری را که اطرافیان شاه برایش انتخاب کرده بودند قبول کرده بود، رضا شاه دستور داد مراسم جشن عروسی او در باشگاه ایران برگزار شود و همه رجال سرشناس کشور و اعضای هیئت دولت هم به دستور شاه در مراسم ازدواج دختر شاه قاجار شرکت کردند. روایت دوم را درباره عشق و علاقه محمد رضا پهلوی ولیعهد و ایراندخت قاجار از قول افراد خانواده مادری ایراندخت شنیدم و از این قرار است. در سال 1316 به شهربانی گزارش رسید دو دختر احمدشاه قاجار به نام ایراندخت و همایوندخت به ایران آمدند. در خانه دایی خود محمود میرزا والا در کوچه‌ای در میدان بهارستان اقامت دارند. کسی که این گزارش کتبی را داده بود به طور شفاهی به نزدیکان خود گفته بود وقتی این دو دختر را دیدم از دیدن آن همه زیبایی نزدیک بود هوشم را از دست بدهم. شهربانی محمود میرزا را احضار کرد، علت سفر دخترها و سبب اقامت آنها را در خانه‌اش پرسید. او گفت اینها خواهرزاده های من هستند، بعد از چند سال دوری برای دیدن افراد خانواده خود به ایران آمدند. 24 ساعت از او همین سوال‌ها را می‌کردند و او همین جواب‌ها را می‌داد. نتیجه بازجویی به رضا شاه گزارش شد. دو روز بعد به ایراندخت اطلاع داده شد بعد از ظهر برای یک ملاقات مهم آماده باشد. نزدیک ساعت 8 بعد از ظهر یک روز تابستان، سرهنگ مقدادی افسر شهربانی با اتومبیل به خانه محمود میرزا در میدان بهارستان رفت و از ایراندخت خواست که به کاخ سعدآباد بیاید. برای ایراندخت حتم شد ولیعهد قصد ملاقات با او را دارد. او که به دعوت ولیعهد به ایران آمده بود و از عشق او نسبت به خود اطمینان داشت، در آن دقایق که همراه با یک افسر ارشد شهربانی با اتومبیل به شمیران می رفت، در عالم خیال ولیعهد را می دید که از او خواستگاری می کند و خود را می دید که بعد از چند سال دوری بار دیگر در کاخهای سلطنتی که پدرانش در آنها زندگی می کردند زندگی خواهد کرد. در کاخ بزرگ سعدآباد او را به کنار استخر بردند. در آنجا چند میز و صندلی گذاشته شده بود. از او خواستند بنشیند و با چای و شیرینی از وی پذیرایی کردند.
چند دقیقه از آمدن او نگذشته بود که از دور چشمش به رضا شاه افتاد که به سوی او می آید. ایران دخت خود از دیدن رضا شاه بر جا خشک شد. او رضا شاه را ندیده بود، ولی عکسهایش را در حالی که همیشه پشت سر پدرش سلطان احمد شاه ایستاده بود اما یک سر و گردن از او بزرگتر بود به خاطر داشت. اما در این لحظه او اصلا انتظار دیدار رضا شاه را نداشت. او منتظر ولیعهد بود. در آن لحظه نمی‌دانست در برابر کسی که پدرش را از سلطنت خلع کرده و سلسله پادشاهی 150 ساله آنها را منقرض کرده است چه واکنشی نشان دهد. رضا شاه با آن قد بلند و هیبت رعب‌آور که عصای همیشگیش را در دست داشت همچنان به سوی ایران دخت پیش می آمد و او همچنان در جای خود نشسته بود. سرانجام رضا شاه مقابل او ایستاد. ایران دخت بعدها گفت: در این موقع و درست هنگامی که او در یک قدمی من ایستاد از جا برخاست، زمان هم نه به این خاطر که او شاه است، بلکه به این سبب که از نظر سنی حتی از پدرم هم بزرگتر بوده است. رضا شاه دستش را به سوی ایران دخت دراز کرد. قیافه همیشه گرفتش کمی باز شد و با لحنی ملایم پرسید: برای چه به ایران آمدی؟ ایران دخت جواب داد: برای دیدار افراد خانواده. رضا شاه لحظه‌ای خیره به او نگاه کرد، بعد با لحنی که رگه‌هایی از خشونت و تهدید هم در آن دیده می‌شد گفت: اگر فکر می‌کنید وصلت شما با پسر من انجام خواهد شد، در اشتباه هستید. این را بدانید که خون قاجاریه و پهلوی هرگز با هم مخلوط نخواهد شد. بهتر است هر چه زودتر ایران را ترک کنید. این را گفت و از همان راه که آمده بود برگشت. ایران دخت پس از این ملاقات بدون آنکه موفق به دیدار ولیعهد شود به پاریس برگشت. شایع بود رضا شاه که می‌دانست ولیعهد از ایران دخت دعوت کرده مدتی با او قهر بود. همایون دخت در ایران ماندگار شد. او به ازدواج حبیب پناهی درآمد. حبیب پناهی بعدها نماینده مجلس شد و کسی هرگز مشکلی برایش ایجاد نکرد. ایران دخت به پاریس برگشت، با دکتر عباس فاروقی ازدواج کرد، از او صاحب 3 فرزند شد و 12 سال بعد در سال 1327 برای اقامت دائمی به ایران برگشت. روایت سوم شرحی بود که درباره ماجرای ازدواج ولیعهد و ایران دخت قاجار در روزنامه مرد امروز محمد مسعود نوشته شد. هفته‌نامه مرد امروز یکی از روزنامه‌های پرتیراژ و با نفوذ ایران بعد از شهریور 1320 بود. نوشته این روزنامه گرچه خالی از اشتباهات نیست، می‌تواند به عنوان یک سند درباره این واقعه تلقی گردد. در شماره 81 هفته‌نامه مرد امروز مورخ 19 آبان 1325 در صفحه 3 شرح مفصلی به قلم نصرالله شیفته، روزنامه‌نگار معروف که در آن زمان سردبیر روزنامه مرد امروز بود، چاپ شد. در بالای صفحه نوشته بود: از اسرار شهربانی، پرونده‌های محرمانه. تیترهای درشت گزارش به شرح زیر بود: رضا شاه هم اظهار تأسف کرد. آن روز نه مطبوعات و نه هیچ کس قدرت افشای این راز را نداشت، ولی امروز پس از 9 سال یکی از عجیب‌ترین حوادث آن زمان برای اولین بار انتشار می‌یابد. آیا ولیعهد ایران دختر احمد شاه را خواستگاری کرده بود؟ آیا شاهین بخت و اقبالی که روی شانه دختر پادشاه مصر نشست، روزی در پاریس بالای سر شاهزاده خانم ایرانی سبیه مرحوم احمد شاه پروبال می زد؟ آنگاه شرح خواستگاری ایران دخت را به وسیله یکی از مأموران شهربانی سرپاس مختاری به نام امیر قهاری در سال 1316 به این صورت چاپ کرده بود: گارسون یکی از بزرگترین مهمانخانه‌های پاریس جلوتر آمد و به سؤال یک نفر ایرانی که با لهجه شکسته و مغلوط و نامفهوم آدرسی را می‌خواست جواب می‌داد.
من محل اقامت دائمی خانواده اعلی حضرت شاه سابق احمد شاه قاجار را می خواهم. گارسون با لباس یراقدار و مرتب سر بلند کرد. مرد چاق و شکم گنده‌ای که با عینک روی بینی قیافه یکی از لردهای مشرق زمین را به خود گرفته بود با یک کیف دستی در برابر خود یافت. شما ایرانی هستید؟ بلی. گارسون که معمولاً این قبیل اشخاص را که از ایران به سراغ احمد شاه می آمدند زیاد به اقامتگاه خانواده سلطنتی سابق ایران راهنمایی کرده بود، حق نداشت بیش از این پرسشی نماید و یا آقای لرد ایرانی را دم در معطل کند. وی با سر تعظیمی نموده و با کمال ادب اجازه خواست که جلو افتاده و آقا را به محل اقامتگاه خانواده احمد شاه راهنمایی نماید. هیکل درشت و کوتوله آن ایرانی که مانند سیاستمداران کهنه‌کار و یا صاحبان املاک وسیع سنگین و با طمأنینه راه می‌رفت، به دنبال گارسون مؤدب میهمانخانه افتاد و پله‌های زیبا و موزاییک میهمانخانه لوکس پاریس را در پیش گرفت و با گام‌های آهسته با وی می‌رفت. طبقه اول با چلچراغ‌های متنوع و گلدان‌های بزرگ به طبقه دوم منتهی گرد. در انتهای کریدور باز یک صحنه زیبای به تمام معنی شرقی نمودار گردید. قالیچه‌های زیبای ایران نشان می‌داد میهمانان این قسمت ایرانی می‌باشند. پیش خدمت دیگری که در این قسمت ایستاده بود جلو آمد. کارسون آقای محترم را به او سپرد و چند کلمه آهسته به او گفته و دور شد. پیش خدمت مؤدب جدید با لحن فارسی پرسید: جناب عالی با که کار دارید؟ میهمان جدید از این که می دید در این شهر غریب با یک ایرانی فارسی زبان روبروست، از خوشحالی دست و پای خود را گم کرده و با اضطراب تامی گفت: من از تهران می آیم. دیروز صبح از شاهزاده خانم با تلفن تقاضای شرفیابی کردم. امروز وقت ملاقات دادن. پیش خدمت با قیافه مؤدب گفت: صحیح است. ایشان در سالن منتظر شما هستند. بفرمایید از این در تشریف ببرید. استدعا می کنم کلاه و کیف خود را مرحمت بفرمایید. تازه وارد کلاه خود را از سر برداشت و به پیش خدمت داد و با لحن معذرت خواهانه ای گفت: در این کیف اسنادی است که باید حضوراً به عرض اولیا حضرت برسانم. خیلی معذرت می‌خواهم. سپس درب سالن باز شد و تازه وارد به سالن زیبای آن میهمانخانه وارد گردید. فرستاده ولیعهد ایران. چندی بود که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی اظهار کسالت می نمود و می گفت: مریضم، حالم خوب نیست. اطبا می گویند مرضت طوریست که باید برای معالجه به اروپا برود. این شکایات و اظهارات جسته جلوی رؤسا تکرار می شد و زمینه برای گرفتن یک مرخصی طولانی چند ماهه حاضر می گردید. یک روز سرپاس مختاری ضمن گزارش هایی که از طرف اداره کارگزینی رسیده بود متوجه شد که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی ضمن ارائه گواهی پزشک تقاضای 3 ماه مرخصی کرده تا برای معالجه به پاریس برود. تقاضا طوری مؤثر نوشته شده بود که سرپاس به رحم آمد و با 2 ماه مرخصی موافقت شد. فردا امیر قهاری اسباب و چمدان‌های خود را بست. ظاهراً گذرنامه قبلاً تهیه شده بود. نگرانی دیگری باقی نبود. با شدت عجیبی که در زمان رضا شاه برای ارز بود، مقداری ارز به دست آمد. آن روزها آقای نصرت السلطان برادر عیال احمد شاه در تهران می‌زیست. روزی قهاری که با وی دوست بود، محرمانه او را به کناری کشید و آهسته بیخ گوشش گفت: رفیق، حرف نزن، چیز بسیار محرمانه‌ای برایت دارم. آقای نصرت السلطان که خیال مسافرت به فرنگ را داشت، از ترس شنیدن این خبر دهرش آب شد، زیرا او تصور کرد اکنون این مأمور مختاری به او خواهد گفت تو را می‌خواهند توقیف کنند یا آنکه قصد آن دارند جلوی مسافرت تو را بگیرند
از این قبیل احتمالات گوناگون. قهاری نصرت السلطان را به خانه خود آورد. پس از صرف چای و شمه ای از سیاست جهان، ناگهان به اطراف نگاهی نمود، گویی می‌خواست راز محرمانه ای را با وی در میان گذارد. سپس صدا را خفیف‌تر نمود و آرام به وی گفت: با هم به پاریس مسافرت خواهیم کرد. من حامل یک پیام بسیار محرمانه ای برای همشیرزاده شما، دختر مرحوم احمد شاه قاجار است. نصرت السلطان به شنیدن این حرف دست و پای خود را گم کرد. با رنگ و روی برافروخته ای گفت: من هیچ از حرف شما سر در نمی آورم. قهاری در حالی که بادی در آستین می افکند با صدای آهنگداری گفت: عنقریب شاهین اقبال ایل قاجار به حرکت در آمده و ستاره شانس خانواده سلطنتی قاجار درخشیدن خواهد. حامل این خبر خوش و پیغامبر این مژده مسرت انگیز من هستم. اما مواظب باش کسی مبادا از این مطلب در ایران اطلاعی حاصل کند. در آن صورت جان هر دوی ما در خطر خواهد. نصرت السلطان نفس مضطرب خود را در سینه حبس نمود و با وجد بیمانندی چای را صرف کرد. آن روز به پایان رسید. قول و قرار مسافرت آن دو با هم گزارده شد. یک روز آقای قهاری به اتفاق نصرت السلطان سوار ترن اهواز گردید و برای معالجه به صوب اروپا رفت. دیگر کسی از آقای قهاری خبر نداشت تا اینکه ما وی را در برابر بزرگترین هتل‌های پاریس برای ملاقات محرمانه با دختر احمدشاه می‌بینیم. قهاری وارد شد. سالن زیبای پذیرایی خانواده سلطنتی احمدشاه بسیار زیبا و ساده بود. آخرین عکس بزرگ احمدشاه را در روی بخاری با طرز بسیار قشنگی نهاده بودند. چند عکس زیبا از اجداد و نزدیکان خانواده سلطنتی در قاب‌های زیبای طلایی در اطراف جلب توجه می‌کرد. فرش زمین فیروزه‌ای که در کف سالن پهن بود با نقش و نگار بسیار قشنگ خود هر بیننده‌ای را مسحور می‌ساخت. قهاری با حالتی مضطرب بر روی یکی از صندلی‌های راحتی نشست و کیف خود را آهسته نزد خود نهاد. ظاهراً نامبرده خیلی به این کیف ابراز علاقه می نمود، زیرا حتی حاضر نبود یک قدم دورتر آن را بگذارد. هنوز چند ثانیه نگذشت که در اتاق پهلویی باز شد و دختر بسیار زیبا و خوشندامی که یک خانم مسنتری از عقب سرش می آمد وارد گردید. قهاری دانست که با اولیا حضرت دختر مرحوم احمد شاه روبروست. ناگهان به طرز درباری از جا جست و با هیکل چاق و گنده خود تعظیمی نمود که سرش نزدیک بود به زانویش اصابت کند. اولیا حضرت دختر کامران میرزا و مادر ایشان یعنی زوجه احمدشاه قاجار خواهر سرهنگ کامرانی بود. اولیا حضرت جلو آمد و با لحن فارسی شیرینی که برای هر ایرانی غریبی مانند آهنگ ساز دلنشین و جذاب است اظهار داشت: سلام علیکم، حال شما چطور است؟ اولیا حضرت چند قدم جلو آمد و دست پیش آورد. قهاری که در عمر خود با یکی از افراد خانواده سلطنتی معاشر و یا دست نداده بود به افتخار دست دادن با اولیا حضرت نائل آمد. دختر خانم بر روی یکی از صندلی ها نشست و به قهاری اجازه جلوس داد. وی با خجالت مصنوعی با احتیاط در حالی که خود را جمع می کرد بر روی صندلی نشست. شاهزاده خانم در حالی که دستهای سفید خود را بر روی هم می گذاشت سر را بلند کرده و با صدای ظریفی پرسید: خب شما از تهران می آیید؟ بله قربان، جان نثار دو روز است که از تهران وارد پاریس شدم و همانطوری که به عرض رسانیدم حامل یک پیام بسیار بسیار محرمانه از طرف والا حضرت ولیعهد ایران برای شخص جناب عالی هستم. به شنیدن کلمه والا حضرت ولیعهد ایران سیمای پرتراوت دختر خانم مانند گلبرگ‌های گل سرخ بهاری ارغوانی گردید و تراوت و زیبایی بیشتری به آن سیمای شرقی داده شد.
یک اضطراب آمیخته با التهاب و تشویش خاطر اولیا حضرت را در هم فشرد. خانم مسنی که همراه اولیا حضرت بود از این اضطراب و تشویش بی بهره نماند. پیام از طرف ولیعهد ایران منظورت چیست؟ این پیام محرمانه چه باید باشد؟ روابط پهلوی با خانواده قاجار به ویژه با احمد شاه و اعضای خانوادهش آنقدر تیره است که لازم به گفتن نیست. پس این پیام محرمانه چه باید باشد؟ چطور پیام را شاه نداده ولیعهد فرستاده است؟ اصلا این پیام محرمانه چه باید باشد که ولیعهد جوان برای دختر جوان احمد شاه می فرستد؟ اینها و صدها افکار ضد و نقیض در مغز آن دختر جوان که مدت چندین سال مغضوب درگاه پهلوی و دور از وطن به طرز بسیار ساده و ایرانی میزیست خطور نمود. تازه وارد با صدای معذرت خواهانه‌ای با اشاره به خانم مسنی که در کنار نشسته بود گفت: آیا مانعی برای عرض مطلب در بین است؟ اولیا حضرت پی برد که منظور تازه وارد ندیمه ایشان است. با صدای جذاب و مضطرب خود که حاکی از بی‌صبری و بی‌تابی مخصوصی بود گفت: خیر بفرمایید. آقای قهاری چون این را شنید نفسی بلند کشید و دست فرا برد و کیف خود را برداشت، آن را باز کرد و چند پاکت لاک و مهر شده که علامت ویژه تاج سلطنتی داشت بیرون آورد و تقدیم حضور اولیا حضرت نمود و اظهار داشت: بالا حضرت علاقه مخصوصی به شخص اولیا حضرت پیدا کرده اند. این نامه ها صحت مراتب را تأیید می نماید. اولیا حضرت به عجله دست پیش برد و پاکت ها را از وی گرفت، یکی را گشود. این کاغذ معرفی نامه آقای قهاری بود که سمت نمایندگی مخصوص را از طرف والا حضرت ولیعهد ایران برای امر ویژه‌ای به پاریس داشت. نامه دوم گشوده شد. این نامه قدری مفصل تر بود. نامه ماشین شده و امضای ولیعهد را داشت. ظاهراً تا امروز بیش از چند نفر که از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند از مفاد این نامه مطلع نیستند. اولیا حضرت به عجله مفاد نامه را می خواند. در این موقع صدای قلب آن دختر جوان و زیبا که پدر خود را در بحرانی ترین روزها از دست داده و مدتها غریب و دور از وطن می زیست به طور وضوح در آن سالن شنیده می شد. نامه سوم هم گشوده شد. آن هم اضطراب شاهزاده خانم را افزود. مفاد آن نامه ها چه بود که اولیا حضرت نمی توانست صحت آن را باور کند؟ بالاخره در آن نامه چه نوشته شده بود که شاهزاده خانم دست و پای خود را گم کرده بود؟ نامه پایان یافت، اما اهمیت و لذت موضوع به قدری بود که دوباره آغاز شد. سه باره، چهار باره، بالاخره مدت 20 دقیقه خواندن نامه مکررن انجام گرفت. سپس شاهزاده خانم هر سه را به دست ندیمه خیش داد. در طول این مدت قهاری سر به پایین افکنده مشغول یافتن جمله‌ای قلمبه و درباری بود که بعداً میباید ادا نماید. هنگامی که خواندن نامه پایان یافت قهاری گفت: جان نثار، خود را بسیار مفتخر می دانم حامل پیامی هستم که کمتر نصیب اشخاص معمولی می گردد. به طوری که خاطر اولیا حضرت مستحضر گردید، بالا حضرت ولیعهد بر اثر اقامت طولانی در اروپا و بر اثر شنیدن ملکات و فضائل و بالاخره مشاهده جمال و کمال اولیا حضرت شیفته و علاقمند به وجود مبارک گردیدند. این علاقمندی طوری خاطر والا حضرت را به خود معطوف داشت که ناچار وصلت با شاهزاده خانم مطرح مذاکره صورت گرفت و چون موافقت اولیا حضرت شاهزاده خانم مورد لزوم بود، این مأموریت به فدوی محول گردید که در اسرع وقت خود را به پاریس رسانیده مراتب را عیناً به عرض برسانم و مدارک و نامه ها را تقدیم حضور کنم. مدت 5 دقیقه گذشت. اولیا حضرت هنوز در بهت و حیرت باقی مانده بود. ولیعهد جوان ایران او را خواستگاری کرده است. خبر بسیار عجیب و باور نکردنی بود. ولیعهد بین این همه دختران جوان در ایران
و بین دختران زیبا و جوان رؤسا و سلاطین خاورزمین چگونه حاضر شد با دختر شاهی که پدرش وی را محروم از تخت و تاج ساخته است ازدواج نماید؟ آیا در این پیشنهاد ازدواج حیله‌ای نهفته است؟ آیا دربار تهران دامی برای آخرین فرزند شاه قاجار می‌افکند؟ اما مگر او دارای چه چیزی نیست؟ زیبایی، کمال، عزت و شرافت و بالاخره شاهزادگی. پس دیگر این سوء زنها چیست؟ این افکار عجیب و غریب شاهزاده را به زحمت انداخت. او نمی‌دانست چه تصمیم بگیرد و جواب بدهد. به هر حال جواب چه مثبت بود و چه منفی محتاج به مطالعه بود. شاهزاده خانم با صدای لطیفی که از روح خسته و مرددی برمی‌خواست گفت: به هر حال جوابش را چند روز دیگر به شما خواهم داد. حالا یک قهوه میل کنید. شاهزاده خانم زنگ زد، پیش خدمت وارد شد. سفارش قهوه داده شد. قهوه تمیز در فنجان‌های کوچک و قشنگ چینی در برابر آقای قهاری نهاده شد. ضمن صرف قهوه صحبت بر سر صفات نیک ولیعهد ایران دور می‌زد. شاهزاده خانم با خجالت آن را گوش می‌دادند. قهوه خورده نخورده قهاری برخاست و اجازه مرخصی خواست. اولیا حضرت پیش آمد و با محبت و صمیمیت بیشتری به وی دست داد و وعده کرد که در ظرف یک هفته جواب را به او خواهد داد. قهاری تعظیمی نمود و از در خارج شد. روز بعد هدایای فراوانی که طلا آلات و جواهرات گرانبهای سلطنتی بین آن مشاهده می شد از طرف پرنسس به میهمان خانه‌ای که قهاری در آن سکونت داشت به عنوان انعام ارسال گردید. چند روز نگذشت که قهاری بی پول، قهاری آسمان جول، لباس شیک به تن نبود، در بهترین هتل‌ها غذا می‌خورد، در زیباترین کافه‌ها رفت و آمد می‌نمود. جواهرات و طلا آلات فراوان خانواده سلطنتی قاجار وی را از آن ادبار و کلاف و فلاکت کم ارزی و بیپولی خارج ساخت. چند روز گذشت. تصمیم پرنسس معلوم نگردید ولی قهاری پول می‌خواست. عریضه مختصری تقدیم گردید که چون عرض لازمی که از تهران جهت من ارسال شده نرسیده، اولیاحضرت اجازه فرمایند مبلغی وجه به طور قرض مرحمت شود تا پس از رسیدن وجوه ارسالی از دربار تهران استرداد گردند. با آنکه خانواده سلطنتی قاجار در پاریس چندان از لحاظ مالی مستغنی نبودند، معلوست به ناظر خرج دستور صادر شد که قهاری هر چقدر پول می‌خواهد تا زمانی که پولش از تهران نرسیده به وی بدهید. این دستور دیگر نان قهاری را به میان روغنی افکند که چربیش فقط به مزاج سالم قهاری خللی وارد نکرد و الا هر شخص کم ظرفیت دیگری بود ممکن بود تحت تأثیر این وجوه کلان دست و پای خود را گم کرده مأموریت خود را به طرز بدی انجام دهد و اسباب زحمت گردد. روزها گذشت. بیماری قهاری که همان هواخوری بود کم کم برطرف شد. قرض از دربار منقرض قاجار در پاریس چندین بار تکرار گردید. قهاری با اعتبار خالی در برابر این صندوق پسنداز هر چه می‌خواست ارز، طلا، جواهر دریافت می‌کرد و به امید اسعار ارسالی از تهران فقط رسید موقت می‌داد. در راه ترن آلمان سوت زنان از مرز لهستان گذشته و راه مرز روسیه را در پیش گرفت. سرزمین مصفا و جلیه‌های سبز و خرم و جنگل‌های قشنگ و انبوه لهستان یکی پس از دیگری از نظر مسافرین این قطار می‌گذشت. ما برای آنکه خوانندگان عزیز را در این کشور ناشناس معطل نگذاریم، آنها را سوار این قطار سریع و سیر کرده و به سراغ مسافرینی که مورد علاقه من می باشد می بریم. در یکی از اتاقهای درجه یک قطار که زیبایی مبل و چراغ و آینه حاکی از جلال و ثروت و مقام و شأن مسافرین آن بود،
چشمان ما به قیافه چاق یک نفر آشنایی برخورد می کند که حالت خسته و خواب‌آلودی دارد. کسانی که با ما وارد سالن و بنای میهمانخانه لوکس پاریس شدند و در ملاقات با شاهزاده خانم حضور داشتند این شخص را می شناسند. قهاری فارغ از خیال با حالتی مطمئن بر روی یکی از صندلی‌ها نشسته بود و از مناظر زیبای طبیعت لذت می برد و گاهگاهی هم خیلی تاجرانه چرت می زد. ما بدون اینکه با ایجاد سر و صدا و حرکتی اسباب زحمت این مسافر عزیز را که راه طولانی در پیش دارد فراهم کنیم، با هم صفحات تقویم گذشته را ورق می زنیم. دو ماه پیش بود که قهاری پیام والا حضرت ولیعهد ایران را تقویم اولیا حضرت کرده و محرمانه ولی رسمن از طرف دربار سلطنتی ایران خواستگاری نموده بود. هفته ها بعد اولیا حضرت پس از مشورت با چند نفر از ندما و دوستان و اقوام بالاخره موافقت خود را به آقای قهاری محرم دربار اعلام نموده بود. مدت دو ماه قهاری به عنوان نرسیدن هزینه سفر از تهران از خان بیدریق خانواده سلطنتی قاجار در پاریس وام می‌گیره. علاوه بر این که هدایایی به وی داده شده بود، قیمت آن محتاج حساب علاهده است. ظاهراً ولیعهد ایران تقاضا نموده بود که ملکه آینده به ایران تشریف فرما شوند تا مراسم عروسی سلطنتی انجام گیرد. شاهزاده خانم با اضطراب و تشویش مخصوص خود را حاضر برای بازگشت به ایران نمود، ولی قهاری به قول خود طبق دستور مرکز مجبور بود هرچه زودتر به تهران مراجعت و مراتب موافقت خانواده عروس را به سرپاس مختاری اعلام تا در نتیجه دربار تهران حاضر برای پذیرایی خانواده سلطنتی گردد. شاهزاده خانم اظهار داشت که در ظرف 6 ماه آینده به عزم تهران حرکت خواهد نمود. بدین طریق قهاری از خانواده سلطنتی خداحافظی کرد و پاریس را ترک گفت و به جانب ایران سفر کرد. در مرز ترنها عوض شد. ترن روسیه راه را به جانب قفقاز باز نمود. بالاخره پس از چند روز بیخوابی و خستگی مخستگی راه مرز ایران نمودار گشت. قهاری پس از 2 ماه بیماری و معالجه در پاریس به وطن معلوف بازگشت می نمود. چند ماه گذشت. شاهزاده خانم با تهیه کامل و لباس و اساسیه مکفی برای انجام عروسی به جانب ایران عازم گردید. مقرر بود در هنگام حرکت و در نزدیکی مرز ایران شاهزاده خانم مراتب را به قهاری مأمور ویژه اعلام دارند تا نام برده وسایل پذیرایی را در مرکز و طول راه فراهم آورند. یک روز قهاری در روی میز خود یک تلگراف لاتین مشاهده کرد. قلب آن کارمند به تپش درآمد. با ارتعاش وافر انگشتان آن را باز کرد. شاهزاده خانم از بیرون مرز ایران خبر ورود خود را به قهاری می داد. گویی خروارها سنگ بر مغز قهاری فرو کوبیدند. چاره‌ای نبود، باید به هر ترتیبی شده است خود را برای پذیرایی و وقایع آینده حاضر نمود. قهاری قهارتر از آن بود که در برابر این ناملایمات دست و پای خود را گم کند. یک مرخصی چند روزه به اصرار از کارگزینی صادر گردید. قهاری دیوانوار راه بندر پهلوی را در پیش گرفت. در بندر پهلوی شاهزاده خانم به اتفاق چند نفر از اقوام نزدیک با اساسیه وارد شدند. قهاری با زبان چرب و قیافه حق به جانب آنها را در هتل جای داد. خود برای تهیه وسایل لازم و گرفتن اتاق و غیره به سمت مهمانخانه رامسر حرکت کرد. توقیف محرم دربار. در مهمانخانه رامسر باز شد. آقای ربیع اکتشافی با چند نفر مأمورین مخفی آگاهی به عجله راه بالا را در پیش گرفتند. گارسون جلو آمد و پرسید: فرمایشی داشتید؟ آقای امیر قهاری در این میهمانخانه سکونت دارند؟ آری.
مأمورین شهرمانی دیگر توقفی نکرده و بلادرنگ به سوی اتاق قهاری شتافتند. اتفاقا قهاری از راه رو به سوی اتاق خیش می رفت. وی چون سر برگرداند آقای ربیع اکتشافی را شناخت. آقای قهاری، عرض داشتم. سلام علیکم آقای اکتشافی، حال شما چطور است؟ از دست تو که خیلی خوب است. من؟ مگر من چه کردم؟ اجالتاً بفرمایید با هم برویم تهران تا عرض کنم. من به تهران خواهم آمد، ولی با این عجله چرا؟ آخر من تنها نیستم. به همین دلیل که تنها نیستید باید عجله کنید. امر تیمسار مختاری است، چون و چرا ندارد. همین الان با همین وضع بدون اینکه حتی چمدان خود را بردارید. آخر اساسیه من چه می شود؟ همراهان من که در بندر پهلوی هستند و امروز وارد اینجا می شوند چه کار کنند؟ همراهانتان خودشان بهتر تکلیف خیش را می دانند. اما چمدانتان را دستور می دهم زیر مراقبت شهربانی به تهران بفرستند. آقای قهاری یقه خود را جا به جا نمود و با حالتی عصبانی به راه افتاد. قضیه خواستگاری از شاهزاده خانم با همه محرمانه بودنش چند روز بعد گزارش آن روی میز مختاری بود. مراتب عیناً به عرض ملوکانه رسید. خاطر همایونی چنان از این قضیه آشفته شد که دستور صریح و سخت صادر گردید قهاری هر کجا هست تحت الحفظ بازداشت و محاکمه شود، ولی شاهزاده خانم و همراهانش را با احترام وارد تهران نمایند. بدین طریق عجل معلق یقه قهاری را در میهمانخانه رامسر گرفت. وی تحت الحفظ به تهران گسیل شد. 4 ماه حبس بود، سپس محاکمه گرد. یک روز شاه با عصبانیت مختاری را نزد خود خواست. اعلیحضرت همایونی چون در حال غضب بودند، تیمسار سرپاس معده خود را حاضر برای هضم انواع و اقسام فحش‌های ریز و درشت نر و ماده می نمود. خاطر ملوکانه از این پیش آمد به قدری عصبانی بود که نمی شد برای آن حدی قائل شد. مسخرگی از این بالاتر نبود که یک خانواده محترمی که منتسب به دربار سابق است را به نام نامزدی به تهران آورد، و حالان که خواهش ملوکانه غیر از این بود. اعلیحضرت همایونی امر صریح دادند. اولا این موضوع به نحو بسیار رضایت بخشی ترمیم شود. ثانیا پرونده امر به هر ترتیبی ممکن است ماستمالی شود که بیش از این اسباب زحمت نگردیده و به دست و دهانها نیفتد. ثالثا باید بسیار مراقبت کرد که این مطالب را در مطبوعات نشر نکنند. رابعا از خانواده شاهزاده خانم کمال احترام و مراقبت و عمل آید. مختاری این مطالب را در مغز مطیع و دیکتاتور خود ثبت کرد. چند دقیقه بعد سازمان مختاری مشغول مرمت این افتضاح تاریخی گردید. پرونده قهاری تسلیم اداری بازرسی کل گشت و تحت دادستانی اداری آقای زرین‌نعل نامبرده محکوم به انفصال ابد از خدمت گردید. در نتیجه از بازداشتگاه مجرد خارج گشت. یک روز تلفن مختاری زنگ زد. اعلیحضرت همایونی از مختاری خواستار شدند که شاهزاده خانم قاجار را به حضور ببرند. این خبر آنقدر که تصور شود در شاهزاده خانم که بسیار متأثر و عصبانی به نظر می رسیدند تأثیر کرد. بیمان می رفت که استکاکی رخ دهد. به هر حال احضار ملوکانه غیر قابل استنکاف بود. در ظرف نیم ساعت لباس شاهانه به تن شاهزاده خانم شد. نامبرده با اتومبیل شهربانی به اتفاق سرپاس مختاری عازم قصر سلطنتی گردیدند. شاه سابق به عادت همیشگی در میان باغ قدم می‌زد. اتومبیل مختاری دم در توقف کرد. شاهزاده خانم به اتفاق مختاری پیاده شد، وارد باغ گردید.
مختاری مانند میخ به حالت احترام بر جای ایستاد و شاهزاده خانم بسیار محترمانه مراسم ادب به جای آورد. رضا شاه که کمی متأثر به نظر می رسید جلو آمد، با شاهزاده خانم دست داد و جلوتر آمد. سپس احوال وی را پرسید. بعد از چند دقیقه رضا شاه جریان وقایع خواستگاری قهاری را از شاهزاده خانم استفسار نمود. پرنسس عین وقایع را از اول تا انتها برای شاه بیان کرد. رضا شاه که سراپا گوش به سخنان پرنسس می‌داد بسیار متأثر و اندوهگین به نظر می‌رسید. چون سخنان شاهزاده خانم پایان یافت، رضا شاه با قیافه اندوهناک در حالی که با دست با مهربانی به پشت شاهزاده خانم می‌زد گفت: من از این پیش آمد فوق‌العاده متأثر و متأسفم. به شما اطمینان می‌دهم که اگر مانع قانونی در بین نبود، من به این ازدواج راضی و راغب بودم. متأسفانه به طوری که شما هم شاید بدانید قانوناً این ازدواج منع شده است. به هر حال من برای جبران این پیش آمد دستور می‌دهم که شهربانی در جلوگیری از افشای این وقایع جدیت لازم به عمل آورد. شما هم تا هر لحظه‌ای که میل دارید در ایران خواهید بود و هر نوع مساعدتی که از من می‌خواهید تقاضا کنید تا دستور انجام آن را بدهم. به مختاری می‌سپارم که مراقبت کنند به شما در ایران سخت نگذرد. رضا شاه بدین وسیله از دختر خانم صبیه احمد شاه پوزش خواست و استمالت نمود. شاهزاده خانم هم ابراز تشکر نمود. روی هم رفته این انسانیت و معذرت خواهی رضا شاه تا حدی در رفع کدورت خاطر پرنسس مؤثر واقع گردید. عین همین دستورها به مختاری صادر گردید. سپس شاه اجازه مرخصی داد. شاهزاده خانم به همان وضعی که با مختاری آمده بود مراجعت به منزل نمود. بقیه گزارش شرح ماجرای قهاری مأمور آگاهی بعد از شهریور 1320 است. به طوری که ملاحظه شد نویسنده مقداری خیال بافی را در ماجرا داخل کرده، از جمله شرح و بسط درباره مهمانخانه لوکس اقامتگاه ایراندخت و دایی او که در اینجا نصرت السلطان نامیده شده، در حالی که مادر ایراندخت به نام سید خانم بعد از جدایی از شاهزاده زهیر السلطان همسر سرهنگ افشار قاسملو شد و از او صاحب دو پسر شد، یکی به نام مهندس عزیز الله افشار تو قاسملو که در این شرح حال نام او در چند جا آمده است و هر دو دایی های ایراندخت بودند ولی دخالتی در ماجرا نداشتند. از آن گذشته نصرالله شیفته مادر ایراندخت را دختر کامران میرزا نایب السلطنه نوشته، در حالی که دختر کامران میرزا مادر احمد شاه بود نه همسر او. ایراندخت از سالهای جوانی به بعد. ایراندخت در دوران 6 ساله جنگ جهانی دوم در آمریکا بود. در سال 1327 خورشیدی به ایران آمد. بازگشت او غوغایی در خانواده ایجاد کرد. سال 1327 از جمله سالهای معدود آزادی مردم ایران در طول تاریخشان بود. به این ترتیب برخلاف سال 1316 که رضا شاه دستور داده بود دختران احمد شاه با مردم تماس نگیرند یا ازدواج کنند و یا به خارج برگردند، این بار در دوره اول سلطنت محمد رضا شاه کسی مزاحم و مانع ملاقات خیشاوندان با آنها نشد. من در آن زمان داماد عمویم مرحوم عیسی بهزادی و خانم کوکب الملوک بهزادی خاله ایراندخت نبودم. نسبتی با ایراندخت نداشتم. دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم. به خلق و خوی جوانی و دانشجویی به سرنوشت فرزندان شاهان سابق و لاحق توجه نداشتم. در آن مدت حتی یک بار به دیدن دختر احمد شاه قاجار نرفتم، اما چون در دوران تحصیل در دانشگاه در خانه عمویم زندگی می کردم خواه مطالبی را که افراد خانواده به خصوص خانمهایی که از ایراندخت
دیدار می کردند می گفتند می شنیدم. سخن بسیار بود. اینها به یادم مانده است. پرنسس در این سفر خیلی خوشگلتر شده. چشمهای درشت و سیاهش انقدر زیبا و باحالت است که نمی شود به آنها نگاه کرد. چرا از مژه‌هایش نمی گویی؟ شنیدم یک سیگار هما را روی مژه‌هایش نگه می دارد. متوجه دماغش نشدی؟ عمل کرده. راست می گویی؟ دیدم یک چیز در صورتش فرق کرده، اما دماغ خودش که قشنگ بود. قشنگ بود، اما کمی خمیدگی داشت. حالا که صاف کرده خیلی بهتر. پانویس: در آن زمان هنوز جراحی زیبایی بینی در ایران رایج نشده بود و این کار عجیب می نمود. ادامه مد: دندانهایش صاف و مرتب است، عین صدف می درخشد. بعد صداها آهسته تر می شد. می گویند ممکن است شاه با پرنسس ازدواج بکند. بعد از طلاق فوزیه و عزیمت او به مصر، خانواده سلطنتی در جستجوی دختری برای شاه بودند. آن بار که ولیعهد در سوئیس عاشق پرنسس شد، رضا شاه مخالفت می‌کرد، اما حالا شاه خودش درباره ازدواجش تصمیم می‌گیرد. ممکن است به زودی این ازدواج سر بگیرد. شنیدم هفته قبل شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص، به منزل پرنسس رفت، از او خواست چند عکس در حالات مختلفه در عکاسخانه یا آباخ عکاس مخصوص دربار بگیرد تا برای شاه ببرد. در همان ایام بود که شنیدم ایراندخت خانه بزرگ و مجللی را که عبدالحسین نیکپور، بازرگان معروف و نماینده مجلس، به پسرش محسن نیکپور داده بود، به ماهی 1500 تومان اجاره کردند. این پول در آن سالها مبلغ هنگفتی بود. خانه در یک بن‌بست در خیابان فرصت قرار داشت. آنها که آن خانه را دیده بودند می گفتند مبلمان خانه بی‌نظیر است. با اشیاء عتیقه و تابلوهای قیمتی و پرده‌های مخمل به یک قصر می ماند. یک پیانوی رویال قدیمی هم در گوشه سالن قرار دارد که پرنسس روزی چند ساعت سرگرم نواختن آن می شود. از همه مهمتر حیات بزرگ و استخر آن بود. در آن سالها استخر در خانه چیز نادری بود. و در میان این زمزمه ها به گوشم رسید که میان خانواده سلطنتی درباره ازدواج ایراندخت و شاه اختلاف نظر به وجود آمده. موافقان این ازدواج عقیده داشتند با توجه به عشق شاه به پرنسس در زمان تحصیل در سوئیس، وصلت او با خانواده بزرگ قاجار که در حقیقت بزرگترین خانواده ایران محسوب می شد، باعث استحکام موقعیت شاه می شود. آن هم در زمانی که حزب توده ایران، گروه های روشنفکری چپ و بسیاری از سران عشایر که پدرانشان در زمان رضا شاه سر به نیست شدند و همچنین مذهبی ها با سلطنت مخالف هستند. اما مخالفان انگشت روی نکات دیگر می گذاشتن. ایراندخت 2 سال از شاه بزرگتر بود. ایراندخت ازدواج کرده بود، از همسر خود 3 فرزند داشت. از همه گذشته این ازدواج احتیاج به تغییر اصولی از قانون اساسی داشت که در آن سالها با آزادی مطبوعات و احزاب کار مشکلی بود. اما از همه مهمتر مخالفت ملکه مادر با این ازدواج بود. او که به خاطر داشت رضا شاه با همه خصومتی که با خانواده قاجار داشت، بعد از رسیدن به سلطنت 2 دختر از این خانواده به همسری انتخاب کرده بود، توراندخت امیر سلیمانی، مادر شاهپور غلام رضا، و اسمت الملوک دولت شاهی، مادر عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، حمید رضا و فاطمه پهلوی، مایل نبود پسرش هم با این خانواده وصلت کند. این بار سفر ایراندخت به ایران که شنیدم کسانی او را به امید ازدواج با شاه تشویق به این مسافرت کرده بودند، برایش مخارج زیادی به همراه داشت. او کیف دستی بزرگی داشت که هرگز از خود جدا نمی کرد. می گفتند
داخل آن مقدار زیادی جواهر و اوراق بهادار است، اما طی هفته ها و ماه ها کیف دستی بزرگش هی کوچک و کوچکتر می شد. ایراندخت هنوز به بانک های ایران اعتماد نداشت که داراییش را به حساب پسنداز یا در صندوق امانات بگذارد و از آن گذشته چون مقدار زیادی از ثروت پدر و عموهایش را دولت وقت مصادره کرده بود، می ترسید در کشوری بی حساب و کتاب یک روز دولت دست روی باقی مانده دارایی او بگذارد و همه را بگیرد. به این سبب در تمام مدت از اصل می خورد و از اصل خوردن هم معلوم است سرانجام به کجا می انجامد، تمام می شود. پس از مدتی ایراندخت که از ازدواج با شاه ناامید شده بود، برای آنکه از مخارج خود بکاهد خانه‌ای در نزدیکی میدان 24 اسفند آن زمان، میدان انقلاب فعلی، اجاره کرد و با مادرش بدرالملوک و فرزندانش به آنجا رفت. خانم سمیله پارسیپور، فخرالملوک والا، در یادداشت‌هایی که درباره خواهرش خانم بدرالملوک، همسر احمدشاه، در مجله سپید و سیاه نوشته بود، اشاره کرد که او در تمام این مدت برای آنکه چشمش به مجسمه رضا شاه که سوار بر اسب در وسط میدان نصب شده بود نیفتد، به شیشه های اتاقش کاغذ روزنامه می‌چسبد. ایراندخت پس از مدتی ناامید از ازدواج با شاه و به علت مشکلات زندگی دوباره عزم سفر کرد، دست بچه‌هایش را گرفت و عازم فرنگ شد. این سفر چند سالی طول کشید، اما ایراندخت پس از مدتی اقامت در فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در سالهای اول دهه 30 خورشیدی به ایران برگشت. چند سال در ایران ماند. در این زمان من مدیر مجله بودم. با توجه به شغلی که داشتم نسبت به زندگانی او کنجکاوی پیدا کرده بودم. با که در مجله شرح حال شاهزادگان خارجی را می نوشتیم، شرح حال او که از خودمان بود برای خواننده ها جالب تر بود. اما در آن سالهای بعد از 28 مرداد 1332 مطبوعات اجازه نداشتند درباره دختر آخرین پادشاه قاجار مطلبی بنویسند. بعضی از همکاران درباره زنهای فراوان فتلی شاه و هزار دختر و پسر او می نوشتند و گوشه ای از اسرار حرم ناصرالدین شاه را فاش می کردند و یا درباره زنهای سوگلی او مانند جیران و انیس الدوله قلم فرسایی می کردند. کسی هم مانع نمی شد. آنها مرده بودند و به تاریخ پیوسته بودند، اما ایراندخت زنده بود و هنوز زنی جوان و زیبا بود. درباره او نمیشد نوشت، اما میشد او را دید و با او صحبت کرد. در این زمان با دختر عمویم که دختر خاله ایراندخت بود ازدواج کرده بود. آنها با هم معاشرت داشتند. من هم اغلب او را میدیدم. به ادبیات سخت علاقمند بود و با فرهنگ فرانسه کاملا آشنایی داشت. در این سفر بود که ماجرای بلیت هواپیما و خبرنگاری ایراندخت به منظور سفر به سوئیس و تقسیم جواهرات پدری روی داد که شرح آن را در آغاز نوشتم. اکنون شرحی از جریان تقسیم جواهرات احمدشاه که از زبان سمیل خانم پارسیپور خاله ایراندخت شنیدم. در روز و ساعت معین سه دختر احمدشاه قاجار، ایراندخت، همایوندخت و مریم و تنها پسر او فریدون میرزا، بعد از ارائه اسناد و مدارک و مطابقه آنها با وصیت‌نامه شاه قاجار به زیرزمین بتون مسلح و ضد همه چیز آن بانک معتبر سوئیس هدایت شدند. در آنجا دو مأمور با تجربه آنها را به اتاقی آهنین که درهای پولادی 20 سانتی متری داشت بردند. در اتاق با احتیاط در صندوق آهنی بزرگی را باز کردند. بعد از بررسی مجدد نوشته‌ها و تطبیق آنها، صندوق آهنی دیگری را از داخل آن بیرون آوردند. کلیدهای وراث را به دست آنها دادند. با کلید مخصوص بانک، قفل مخصوص در صندوق را باز کردند. برای آنکه شاهزادگان با آرامش خاطر
کار مشاهده و تفکیک و تقسیم محتویات صندوق را انجام بدهند، از اتاق پولادین خارج شدند. قبل از خروج به اطلاع آنها رساندند که اگر ضرورتی حضور آنها را ایجاب کرد، زنگ را، و اگر خطری غیر منتظره آنها یا جواهرات سلطنتی را تهدید کرد، دکمه خطر را فشار دهند. محافظان بلافاصله خود را به آنجا خواهند رساند و همزمان کلیه درهای بانک به طور اتوماتیک بسته خواهد شد. جواهرات سلطنتی آخرین پادشاه سلسله قاجاریان احتیاط‌های لازم را ایجاب می‌کند. شاهزاده ها آنقدر صبر کردند تا کارمندان بانک بیرون رفتند. آنگاه با دلهره اما با امید و با دقت قفل‌ها را باز کردند. در صندوق را گشودند. هر یک به دیگری تعارف کرد که دست در صندوق کند. سرانجام همگی اجازه این کار را به برادر دادند. فریدون میرزا احتمالاً در حالی که دلش می‌تپید دست در داخل صندوق کرد. اولین چیزی که از آن خارج ساخت لباس سلطنتی احمد شاه. در لباس پادشاهی احمد شاه از مروارید دوزی ها و الماس دوزی ها و سنگ های قیمتی لباس های ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمد علی شاه اثری دیده نمی شد. حتی از لباس های رسمی شاهزادگان تراز اول زمان احمد شاه هم ساده تر بود. مقداری زردوزی روی سرشانه ها و جلوی سینه و دو نشان با سنگ های بدلی. احمد شاه در سالهای آخر اقامت در پاریس لباس شخصی می پوشید. احتمالاً این آخرین لباسش بود که قصد داشت در آخرین سفر اعلام شده خود به ایران، یعنی در تاریخ شهریور ماه 1304 که سرانجام نیز سردار سپه مانع انجام آن شد و وی را قبل از آمدن از سلطنت خلع کرد، از این لباس استفاده کند. کسی چه می داند؟ شاید طی 3 سالی که از خلع او از سلطنت و مرگ او گذشت، بارها در عالم خیال این لباس را می پوشید. فرزندان با چشمهای اشکبار لباس پدر را بوسیدند و در گوشه‌ای گذاشتند تا به جواهرات برسند. اما بعد از آن فریدون میرزا به ترتیب یک عصا که احمد شاه از نوجوانی علاقه داشتان را به دست بگیرد، عصایی ساده و عادی و نه جواهر نشان، یک شلاق که شاید در سواری از آن استفاده می کرد و یک جفت دستکش عادی که احتمالاً به علتی نسبت به آن علاقه خاصی پیدا کرده بود، یک آلبوم عکس احمد شاه و چند شیء شخصی ولی بی ارزش دیگر بیرون آورد. برای فرزندان آخرین پادشاه قاجار همه اینها یادگارهای ارزشمند محسوب می شد و شاید در همان حال هر یک فکر میکرد کدام را بردارد، ولی در وصیت‌نامه از جواهرات سلطنتی احمد شاه سخن به میان آمده بود. تا اینجا از جواهر خبری نبود، اما انتظار زیاد به طول نینجامید. این بار وقتی فریدون میرزا دست به داخل صندوق کرد، دستش به شیء فلزی و سنگهای آن خورد. صورتش گشاده شد، آن را بیرون آورد. نیمتاج ملکه جهان، همسر محمد علی شاه، دختر کامران میرزا نایب السلطنه بود که به پسرش احمد شاه داده بود. دیدن نیمتاج این امید را در آنها زنده کرد که بعد از این نوبت به جواهرات خواهد رسید. همینطور یکی پس از دیگری انگشتری ها، دستبند ها، سینریز ها، جقه های الماس و یاقوت و برلیان خارج خواهد شد. البته چنین هم شد. چند قطعه جواهر دیگر بیرون آورده شد، اما نه در حد تاج و نیم تاج و دستبند و سینریز و حتی غیر قابل مقایسه با آنها، ولی به هر حال جواهراتی را بیرون آورد. وارثان که امید داشتند تا آخر عمر با جواهرات شاه بابا به راحتی زندگی خواهند کرد، بعد از تقسیم آنها دانستند که اگر فروش این چند قطعه جواهر 3-4 سال هم مخارج زندگی آنها را تأمین کند، باید شکرگزار پدر تاجدار خود باشد. به طوری که حسین مکی در کتاب مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار نوشته، احمدشاه پس از مرگ 450,000 لیره
ثروت از خود باقی گذاشت که قسمتی به صورت املاک مزروعی و زمین بود که از پدر به ارث برده بود یا خود خریده بود، به طوری که از نوشته‌های مورخین معاصر و رجال آن زمان برمی‌آید احمدشاه در تمام دوران سلطنت هیچ نوع سوء استفاده مالی نکرد. ثروت او قسمتی میراث پدر بود و قسمتی حقوق ماهانه ولیعهدی یا به قول خودش صرف جیب و حقوق سلطنتی که قسمتی را با امساک خرج می‌کرد، بقیه را به عنوان پسنداز در بانک‌ها می‌گذاشت. پس از سفر تقسیم جواهرات باز دو سالی ایراندخت در فرانسه و آمریکا گذراند تا در سال 1339 خورشیدی که مجدداً به ایران برگشت. در این هنگام او 43 ساله بود اما هنوز بسیار زیبا بود. این آخرین سفر او بود که بازگشت نداشت. در این زمان با یک امیر لشکر ارتش به نام تیمسار سرلشکر قدیمی ازدواج کرده بود. در آغاز که آنها را در میهمانی‌های خانوادگی می‌دیدیم روابطشان بسیار خوب بود. تیمسار چون نظامی بود و به سلسله مراتب اهمیت می‌داد، به ایران دخت به عنوان دختر یک پادشاه احترام می‌گذاشت. همواره مراعات حال او را می‌کرد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که اگر رعایت این اصول در محیط نظامی و در سربازخانه قابل قبول باشد، در خانه و محل استراحت قابل تحمل نیست. ازدواج آنها حدود یک سال طول کشید. بعد از جدایی ایراندخت کلامی علیه همسر سابق خود نگفت، ولی در خانواده شنیدم که تیمسار از کتاب خواندن ایراندخت، از پیانو زدن‌های ایراندخت و از طرز سینما رفتن ایراندخت گله‌مند بود. می‌گفت شبانه روز بیشتر وقتش را صرف مطالعه می‌کند. حتی در وان حمام هم کتاب از دستش نمی‌افتد. این کار هر روز ساعت‌ها طول می‌کشد. علت آن بود ایراندخت آنقدر به مطالعه علاقه داشت که متوجه گذشته زمان نمی‌شد. جز این هم روزی یکی دو ساعت صرف نواختن پیانو می‌کرد. در مورد طرز سینما رفتن ایران دختم تیمسار درست میگفت. در آن زمان در آغاز شروع هر سانس سینما سرود شاهنشاهی نواخته میشد و تصویر بزرگ شاه روی پرده می آمد و همه می بایستی بایستند. ایران دخت برای آنکه ناچار نشود در مقابل تصویر شاه و سلام شاهنشاهی به پا خیزد، آنقدر در سالن انتظار سینما می ماند تا سرود تمام شود. آن وقت وارد سینما می شد. درباره خصوصیت‌های ایراندخت قاجار در صفحات گذشته چیزهایی نوشتم. به عنوان خاتمه کلام در این باره می نویسم. او زنی با شخصیت، با سواد، اهل مطالعه و بسیار زیبا بود. اعضای صورتش متناسب، پوستی سفید و اندامی موزون داشت. در اواخر عمر کمی چاق شده بود. پوستش به تیرگی می زد و کوتاه به نظر می رسید. از این نظر به پدرش احمدشاه شباهت پیدا کرد. در میان افراد نزدیک خانواده فروتن بود، اما همین که یک غریبه وارد مجلس می شد حالت شاهزاده خانمی به خود می گرفت، کم حرف می زد، در محافل بیشتر شنونده بود، هرگاه سخن دلنشینی از کسی می شنید با خنده‌ای کوتاه او را تشویق می کرد. به طور کلی رفتارش آهسته و همراه با متانت بود. راه رفتن، غذا خوردن، سخن گفتن و خلاصه همه کارها را به آهستگی انجام می‌داد. همیشه یک قرآن در اتاق پذیرایی داشت، اما همواره طوری می‌نشست که پشتش به قرآن نباشد. دروغ نمی‌گفت. اهل غیبت نبود. از کسی بدگویی نمی‌کرد. حتی نشنیدم از رضا شاه که پدرش را از سلطنت خلع کرده بود و سلسله 150 ساله قاجاریان را منقرض کرده بود به زشتی یاد کند. نسبت به محمد رضا شاه هم با توجه به عشق اولیه میتوان گفت بی تفاوت شده بود. برخلاف او مادرش بدرالملوک والا همسر احمد شاه تا آخر کینه رضا شاه را در دل میپرورید. یک روز در یک میهمانی خانوادگی زن جوانی از افراد خانواده که از اتفاق
با ایران دخت خویشاوندی سببی و نسبی نداشت، شروع کرد به مسخره کردن شاهزاده ها و تا توانست از آنها بد گفت. اما آشکار بود که هدفش از آن حرفا توهین به ایران دخت است. حاضران از آن وضع ناراحت شدند، ولی چون آن خانم فردی بددهن بود دانستند هر نوع دخالت او را جریتر می کند. بانوی یاوه‌گو بعد از آن که عقده دل را خالی کرد خداحافظی نمود و رفت. پس از رفتن او هم مدتی سکوت برقرار ماند. هیچ کس نمی دانست چه بگوید، تا آنکه خود ایران دخت به حرف آمد و گفت: من که به این خانم بدی نکرده بودم، پس چرا او اینقدر به من ناسزا گفت؟ ایران دخت به زر و زیور علاقه ای نداشت، با آنکه تا آخر شایع بود کیفش که هرگز آن را از خود جدا نمی کرد پر از جواهر است، که چنین نبود. ایران دخت در تمام این سالها فقط یک زنجیر ساخت کارتیه به گردن می آوید. ایران دخت زن ولخرجی نبود، هرگز گشاد بازی نمی کرد، همیشه زندگی را به قناعت می گذراند. به سیاست علاقه نداشت، اگر درست بخواهید به سیاست اعتقاد نداشت. فقط یک بار شنیدم که درد دل کرد. 6 ساله بودم وقتی اقامت شاه بابا در فرانسه به طول انجامید. گاهی از خویشاوندان نزدیک می شنیدم که از این کار پدرم انتقاد می کردند. آنها از این که می دیدند رضا خان به تدریج همه پایگاه‌های قدرت را قبضه می‌کند، اما پدرم بی‌اعتنا به اقدامات او به زندگی در پاریس ادامه می‌دهد، تأسف می‌خوردند و اعلام خطر می‌کردند. احمد شاه مردی قانونمند بود. به قانون دوستی تظاهر نمی‌کرد، به آن اعتقاد داشت. در تمام 22 سالی که پادشاه بود، همه کارها را به سیاستمداران واگذار می‌کرد. جز یکی دو بار خودش تصمیم نگرفت. در مقابله با سردار سپه اتکای او به قانون اساسی بود که در یکی از مواد آن نوشته شده بود که سلطنت در سلسله قاجار نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. شنیدم وقتی مجلس شورای ملی در 9 آبان 1304 خورشیدی سلسله قاجار را منقرض اعلام کرد و حکومت موقتی را به شخص رضاخان پهلوی واگذار کرد و مجلس مؤسسان در تاریخ 22 آذر 1304 با تغییر اصول 36 و 37 و 38 و متمم قانون اساسی رضاخان را پادشاه ایران اعلام نمود، تنها عکس العمل احمد شاه این بود که گفت این کار برخلاف قانون است. حتی شنیدم در صدد برآمد وکیل بگیرد و علیه رضا شاه اقامه دعوا کند تا ثابت شود او پادشاه قانونی ایران است. در خانه اولین فرزند آخرین پادشاه قاجار از مظاهر دربارهای سلطنتی چیزی دیده نمی‌شد. از فرش‌های گرانبها، از اشیاء عتیقه و از تابلوهای نقاشی اثر نقاشان مشهور و شکوه و جلال خانه ثروتمندان هم اثری نبود. هرچه بود ساده بود و ارزان قیمت. تنها چیزهایی که بر روی دیوارهای اتاق به چشم می‌خورد تصویرهایی از اجداد ایران دخت بود، به ویژه از عباس میرزا، ناصرالدین شاه و از احمد شاه و از شاهزاده ظهیرالسلطان. جالبترین عکس اتاق پذیرایی ایران دخت عکسی از احمد شاه بود که در آخرین سالهای زندگی پس از خلع شدن از سلطنت در فرانسه گرفته بود. این عکس احمد شاه را با کت و شلوار و کراوات، موهای صاف روغن زده نشان می‌داد. احمد شاه در این عکس که 33 سالگی او را نشان می‌داد، قیافه یک مرد کامل را داشت. از آنجا که تا آن زمان هرچه عکس از احمدشاه چاپ شده بود از کودکی و نوجوانی او بود، این عکس جلب توجه بیننده را می‌کرد. جز اینها دو قاب عکس مستدیر شکل ساده هم در دیوار اتاق پذیرایی او نصب شده بود که با خط خوش نستعلیق این اسمها روی آن نوشته شده بود. در اولی فتلی شاه، عباس میرزا، محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه، اجداد پدری و پدر ایران دخت. و در قاب عکس دوم
فتلیشا، عباس میرزا، مهدی قلی میرزا، محمد حسن میرزا، حسین میرزا، بدرالملوک، اجداد مادری و مادر ایراندخت. بعد از پیروزی انقلاب مدتی مقرری ایراندخت قطع شد. حتی از او خواستند خانه را ترک کند. این پایان کار او قبل از خاتمه زندگانی او بود. از شنیدن این خبر روحیه خود را از دست داده بود. در آستانه 60 سالگی نمیدانست چگونه زندگی کند. اما بعداً ندانستم به سفارش چه کسی، البته بعد از بررسی درباره وضع زندگانی او، مقرریش مجدداً برقرار شد و تا آخر عمر هم اجازه داده شد در همان خانه بنشیند. سخت‌ترین دوران عمر ایراندخت از سال 1361 شروع شد. در این زمان به سبب بیماری قند و ناراحتی‌های دیگر چند بار دچار سکته شد. این سکته ها هم در توان جسمیش اثر گذاشت، هم در روحیش و هم در قیافش. او که زنی با شخصیت متین و باوقار بود و بیشتر عمر را در تنهایی به سر برده بود، اکنون حتی روزها از تنها ماندن در خانه می‌ترسید. همواره دچار وحشت بود. قیافه‌اش چنان شده بود که گویی به همه التماس می‌کند. زمان جنگ بود. همه گرفتار بودند. نمی‌توانستند به او برسند. سرانجام افراد نزدیک خانواده جمع شدند و تصمیم گرفتند برایش یک خدمتکار شبانه روزی استخدام کنند. از بخت بد دختر شاه، زن خدمتکار بسیار بدزر، بسیار بدسلوک و بسیار بددهن بود. از صبح تا شب به او توهین می‌کرد، به او طعنه می‌زد، او را تحقیر می‌زد. ایراندخت از ترس آنکه افراد خانواده او را جواب کنند و ناچار شود در خانه تنها بماند به کسی چیزی نمی‌گفت. فقط بعدها قسمتی از بدسلوکی‌های او را نزد خیشان نزدیکش بازگو کرد. نمونه‌هایی از آنها که از افراد خانواده شنیدم چنین بود. زمان جنگ بود. بیشتر کالاهای مصرفی جیره بندی شده بود. مردم همه کوپن داشتند. خدمتکار اغلب به ایراندخت میگفت: شازده خانم کوپنی، گرفتی نشستی که چی بشه؟ من خستم. پاشو کوپن‌های قند و شکر رو بردار، برو مغازه ببین قند و شکر میدن یا نه. اون دفعه که کوپن قند و شکر رو نگرفتی تا باطل شد. اینقدر دست و پا چلفتی بودی که از قصر پادشاه انداختنت بیرون. ایراندخت اطاعت می‌کرد. با حال نزار به مغازه می رفت. در ته صف می ایستاد. در آنجا مغازه‌دارها به او مادر یا باجی یا کلماتی مشابه می گفتند. یا با مشاهده حال زار او نسبت به وی ترحم نشان می دادند. او که یک عمر عادت کرده بود به او پرنسس بگویند و در مقابلش بایستند، ناراحت می شد. زمانی بود که تلویزیون تصویر دستگیر شدگان، محکومین و اعدام شده‌ها را نشان می‌داد. آن زن که اینها را می‌دید با شادمانی می‌گفت: شازده خانم، یکی از همین روزاست که بیان تو را ببرن اعدام کنن. ایراندخت می‌ترسید آن زن برود از او سعایت کند، بیایند او را بگیرند ببرند. و یا می‌گفت: راست میگن که اگه پسر بودی شاه می‌شدی؟ خوب شد که شاه نشدی، وگرنه با این گدابازی که داری مردم رو از گرسنگی می‌کشتی. چیزی که ایراندخت را بیش از همه ناراحت می‌کرد توهین‌های او نسبت به پدرش احمد شاه بود. زن می‌گفت: پدرت شاه بود یا شاش بود؟ راستی خوراک پدرت چی بود؟ چلو خورش می‌خورد یا طلا جواهر؟ لابد اونقدر به مردم ظلم کرد و از اونها طلا جواهرشون گرفت که اونو از سلطنت برداشتن. و گاهی هم سخنانی تندتر از اینها بر زبان می آورد که تکرار آنها شایسته نیست. اما آن خانم کلامی از آنچه به اون می گذشت بر زبان نمی آورد. پس از مدت کوتاهی این بددهنی ها به گوش افراد خانواده رسید. یکی از خاله های ایراندخت به نام خانم شوکت والا تصمیم گرفت روزها به خانه ایراندخت برود تا آن زن نتواند به او آزار برساند. اما این هم چاره کار نبود. خاله هم خانه و زندگی داشت و دختری بیمار داشت. در این موقع افراد خانواده تصمیم گرفتند او را در خانه سالمندان بگذارند. مذاکراتی هم صورت گرفت. حتی متصدی خانه سالمندان زعفرانیه
که از خویشاوندان بود اظهار آمادگی کرد یک اتاق به ایراندخت اختصاص بدهد، اما چون بیماری ایراندخت شدیدتر شد ناچار شدند او را در بیمارستان بستری کنند. ایراندخت در هفته های آخر عمر در بیمارستان مهرگان بستری شد. این بهترین ایام از بدترین دوران زندگانی او بود. در آنجا پرستاران تحصیل کرده وقتی او را شناختند برخلاف خدمتکار خانه به او محبت می کردن. برای آنها جالب بود که بزرگترین دختر آخرین پادشاه قاجار در بیمارستان آنها بستری. به این ترتیب بود که حالش در مدتی رو به بهبود گذاشت. صبح جمعه یکی از روزهای مرداد ماه 1363 پرستار سینی صبحانه را برای ایراندخت برد. او که بسیار با ادب بود از او تشکر کرد. ساعتی بعد که برگشت سینی را بردارد مشاهده کرد دست نخورده است. علت را پرسید. پاسخی نشنید. ایراندخت تمام کرده بود. و همین سادگی. آن همه رنج بردن در سالهای آخر عمر برای چنین آسان مردن. بعد از مرگ ایراندخت از بیمارستان جریان به خانوادهش اطلاع داده شد. چند تن از خویشاوندان نزدیک او به بیمارستان رفتند. از جمله آنها یکی هم خاله‌اش خانم شوکت والا بود که در اواخر عمر ایراندخت اغلب وقتش را در خانه و در بیمارستان در کنار او می‌گذراند. او گفت ایراندخت پس از مرگ آنقدر زیبا شده بود که مرا به یاد ایام جوانیش می‌انداخت. بلافاصله پس از مرگ ایراندخت اقدامات لازم برای خاکسپاری او شروع شد، اما با مشکلاتی برخورد کرد. ایراندخت وصیت کرده بود وی را در کنار پدرش احمد شاه و پدر بزرگش محمد علی شاه در عراق به خاک بسپارند. سال 1363 دوران شدت جنگ ایران و عراق بود. انجام این وصیت نامه امکان نداشت. بعضی از افراد خانواده تصمیم گرفتند او را در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران به خاک بسپارند. این کار اجازه مقامات بالا را لازم داشت. با آن موافقت نشد. سرانجام خانم مهین افشار قاسملو و همسرش آقای مهندس عزیزالله افشار قاسملو دایی ایراندخت پیشنهاد کردند او را در مقبره خانوادگی خودشان به خاک بسپارند. این کارها 3 روز وقت گرفت. در این مدت جنازه در سرخانه تهران بود. وقتی ایراندخت را برای شستشو به بهشت زهرا بردند 3 روز از مرگ او می‌گذشت. در مراسم خاکسپاری ایراندخت در محل خاکسپاری او این افراد حضور داشتند: دکتر عباس فاروقی، همسر اول ایراندخت و پدر فرزندانش که به اتفاق خواهرش آمده بود، پسرعموی ایراندخت، احتمالاً پسر اعتزاد السلطنه برادر بزرگ احمدشاه. او در تمام مراسم حضور داشت و آنطور که شنیدم پسرعمویی بود که اغلب برای ایراندخت از فرانسه پول می‌فرستاد. مرحوم عزت الله والا دایی ایراندخت، خانم شوکت الملوک والا خاله ایراندخت، خانم مهین افشار قاسملو و همسرش مهندس عزیز الله افشار قاسملو دایی ایراندخت، همسرم بهیندخت بهزادی دختر خاله ایراندخت و من که به تازگی از سفری دور و دراز آمده بودم و شاید یکی دو تن دیگر که به یاد نمی آورم، اما همینقدر می دانم که تعداد شرکت کننده های مراسم تدفین دختر آخرین سلطان قاجار از 10 نفر تجاوز نمی کرد. در مدت زمانی که ما در محل خاک سپاری در انتظار جنازه ایستاده بودیم، خانم شوکت والا خاله ایراندخت به محل شستشو در بهشت زهرا رفت. وقتی برگشت رنگ رویش پریده بود. چنان وحشت زده به نظر می رسید که توجه همه را جلب کرد. اول چیزی نمی گفت. وقتی اصرار ما را دید 2-3 نفری را به گوشه ای برد. گفت اگر در بیمارستان پرنسس را ندیده بودم باور نمی کردم این موجود عجیب ایراندخت است. چنان وضعی پیدا کرده بود که گویی از یک ساختمان چندین طبقه به زیر افتاده یا حیوان درنده‌ای به او حمله کرده است. اما چون در بیمارستان او را دیده بودم و لباسش را به یاد داشتم معلوم می شود هر چه شده در سردخانه شده. زمان جنگ بود. هر روز چندین بار برق شهر قطع می شد. از آن گذشته کشته های جنگی زیاد بود. ناچار بودند عده‌ای از مردگان را در خارج از سردخانه نگه دارند. سرانجام جنازه ایراندخت را به محل آرامگاه خانواده افشار قاسملو آوردند. او را به نشانه امانت
در محل بلندی به خاک سپردند تا در فرصت مناسب به عراق منتقل کنند. آن شب پس از پایان مراسم وقتی به خانه برگشتیم، شهر برای مقابله در برابر حمله هوایی عراق غرق در تاریکی بود. به یاد دارم در کتابی خوانده بودم روزی که فرزند اول احمد شاه به دنیا آمد تهران را چراغان کردند. روزنامه های روز را گرفتیم، در زیر نور شمع شروع به خواندن کردیم. در صفحات اول اخبار داغ جنگ ایران عراق را نوشته بودند. در صفحه حوادث نوشته شده بود جوانی در دریا غرق شد، دو اتومبیل در جاده شمال با هم تصادف کردند و تعدادی موش گرسنه به جنازه ها در سردخانه ها حمله کردند. در صفحه ترحیم و تسلیت هم در یک آگهی کوچک خبر درگذشت ایران دخت قاجار، دختر احمد قاجار، بدون ذکر القاب و عناوین پدر و برادر و برای اطلاع خیشان و آشنایان نوشته شده بود.